بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. در واشنگتن پس از چند روز که هوا بسیار سرد بود، امروز هوای بسیار زیبا و فردا زیباتر خواهد بود. پس تا هست این هوا و تا این دم، آدم یعنی همین دیگه، آه و دم برمیاد، لذت ببریم. ممنونم آقای زمانیان از این عکس های خوبی که درست میکنید. گاهی ما خندمون میگیره. و اما دوستان عزیز، امروز 11 دسامبر سال 2020 میلادی است، برابر با 21 آذر ماه 1399. امروز با آقای فرزاد نیساری خواهیم بود، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک و 9 شب به وقت اروپا و 8 شب به وقت لندن. آقای اردشیر شیخی که براشون نوشتم، ما یه دوستی هم اینجا داریم، آقای حسین شیخی، چاپخونه دارن و هم قهرمان کاراته هستن هم قهرمان زندگی. در اصل ممنون و متشکرم. آقای زمانیان میگه صدا و تصویر عالی اما جیب خالی. باور کنید این جیبا خالی خالیه. من یه چی براتون بگم، من برای که کتام جیبش خراب نشه، تا روزی که اینا رو میندازم بره یا میدم به یه کسی، این جیباشو باز نمیکنم. یعنی نه دست تو جیبم میکنم نه چیزی دارم. بعضی از اینا فقط به اندازه یه خودکار، بعضی هاشون هم برای کارت ازشون استفاده میکنم. در صورت ممنون و متشکرم. حالا یه دفعه دیدم این خودکار قرمز اینجاست و برش داشتم. و اما هفته پیش ما درباره یه فیلمی صحبت کردیم که دوستان گفتیم اگه میخوان نگاه کنن، اگه مایل بودن در موردش نظر بدن. بعد ما میایم میگیم دوستان ما میخوان درباره فیلم برگه بدون نام صحبت کنیم، اگر دیدینش که خب شما هم باشین، اگه ندیدید شما برید دنبال کار زندگیتون. و تنها کسی که چیزی در این مورد نوشته بود آقای پتیک، دوست خوبمون از کالیفرنیا بود، که نوشته بود که 50 دقیقه نگاه کردم و خیلی قاطی پاتی بود. برش نوشتم که متاسفانه فیلمای ایرانی همین هست، بعضی هاشون خیلی طولش میدن. آقا مثلا میخواد از شیراز سوار اتوبوس بشه بره تهران، دیگه کم مونده تمام این 8 ساعت، وقتا 14 ساعت بود، این 8 ساعت 10 ساعت رو همینجوری نشون بده. اینجا نشون میده آقا سوار اتوبوس شد شیراز، اونجا نشون میده تهران پیاده شد. این فیلمای آمریکایی اینجوریه، ولی فیلمای ایرانی من نمیدونم چرا اینقدر کشش میده. شاید ما کم حوصله شدیم. شما نظرتون چیه؟ برگه بدون نام رو ببینید. به نظر من بعضی وقتا بچه‌ها ندانسته در دامی میافتن که مشکلاتی برای خودشون، برای آیندهشون، برای خانواده‌ها ایجاد میکنه. و این تنها راهی که شما میتونید حلش کنید اینه که باهاشون صحبت کنید. این از این ماجرا. و اما من یه فیلمی دیدم، فیلم هتل کارتون. کارتون همین کارتون های مقوایی هست. حالا ما چرا به این جعبه های مقوایی میگیم کارتون، اونم من نمیدونم مال کجا، چون اینجا میگنش کارت باکس و کارتون از کجا اومده نمیدونم، چون به اون فیلمایی هم که بچه‌ها چیز کنن میگیم کارتون. در اصل هتل کارتون، اینم اگه خواستید نگاه کنید. به نظر من فیلم قابل بحثی بود و این فیلم هم به نظر میاد خیلی قدیمیه و همون موقع هم خیلی چیزا رو میگه که مثلا چرا یه قهرمان والیبال مملکتشو ول کنه بره و اینها. به نظر من جالبه اگه وقت کردید، یا یکی اگر داره به اصطلاح لینکشو اینجا بذاره. هتل کارتون، اینو من نگاه کردم که نشون میده چه خانواده‌هایی داغون شدن بی دلیل بی جهت و هیچ جوری هم دیگه نمیشه زندگی اونها رو بگی اینقدر صدمه زدیم، اینم اینقدر دیه یا جریمه یا خساره. میگه که به رسم لوری سلام دادم، چون لور بختیاری هم. من نمیدونم شما مگه چجوری سلام دادی، نوشتی سلام جناب پارسا خان سربی. آهان، این خان و اینا رو من میگم وردارید، چون کلن وقتی به یکی میگیم خان، حالا درست ممکنه یه خانی هم خان درست حسابی بوده، کت خدایی بوده، آدم خوبی بوده، مردم انتخابش کردن مثل کریم خان زن، ولی کلن این خان و خانبازی، میرزا، سید، امام، امامزاده، آقا، آقازاده، نمیدونم شاه، شازده، اینا رو ورداریم خودمون رو نجات بدیم از این
گیر و بندها، تعارفات رو بذاریم کنار. آقا شما آقا هستی، آقای شیخی، منم سربی هستم. شما اگه دوست داشتی به من بگو آقای سربی. دستم ممنون و متشکرم، خیلی خوشحالم که اینجا هستین. این برنامه رو با دوستانتون اگه لطف کنید شیر کنید ممنون میشم. این یک، گلوم به شدت درد میکنه و دیگه 100% یقین دارم که این آلرژیه، چون یه دفعه میخوام خفه بشم. آقای مانی خورسندی وقتا میگو من نگرانتم، حالا رفتم یه چایی درست کردم. به به، این چایی های بیمزه. البته این چایی احمد نسبتا بهتر از اونای دیگه است. این ماجرای چایی پاکتی هم ما نفهمیدیم، اولین کسی که درستش کرده چه فکری تو مغزش بوده. خب بمانه، یه پیامی دوست خوبمون آقا مسعود گذاشته. متاسفانه چون بذار من، آقای سعیدی سلام، سربی هستم، روی برنامه هستم، میخوای صحبت کنی چند دقیقه؟ الو جانم، من روی برنامه زنده هستم، امروز چند دقیقه زودتر شروع کردم، میخوای صحبت کنی؟ چون اتفاقا میخوام راجع به شما صحبت کنم تو برنامه. صداتون کمه، یه جوری صدای خودتون رو زیادتر کنید، چون من اینجا با وجودی که روی حالا صحبت کنید. با عرض سلام به شما آقای سوربی، من امروز میخواستم راجع به مطلبی صحبت کنم، متعاد اگر ممکن هست. من نیم ساعت دیگه از طریق اسکایپ در خدمتتون باشم. من امروز برنامه رو یکم زود شروع کردم، چون ساعت 3 با آقای نیساری هستم و بعدم 3:30 من برنامه رو میبندم میرم. الان اگه امکان داره با همین تلفن شما صحبت کنید. ضمن من یه خبر خوبم برای دوستان اینجا نوشتم که آقای عباس سعیدی با ویدیوهای جدید به زودی با ما خواهند بود و خیلی خوشحال شدم وقتی که دیدم شما اون برنامه فیسبوک و اینا رو راه میندازی و آزمایش میکنی اینا. خب اگه امکان داره این خبر رو امروز تلفنی به ما بگو. فرمایید که اگر اصرار دارید که همین الان این کار انجام بشه بحثی نیستش. البته من میخواستم راجع به مسائل اخیری که در امریکا هست، همین مسئله انتخابات و بله، الان بزرگترین مسئله یا موضوع همینه و متاسفانه داره میره یه جوری واقعا شکل میگیره به صورت جنگ داخلی. حتی کنفدراسیون یا کانفدریشن تشکیل دادن، 17 تا ایالت بر علیه، و این خیلی مسخره است که اون ایالت ها میان میگن چرا توی این ایالت های دیگه اینجوری رای گرفتن، در صورتی که قرار اینا خودمختار باشن. اگه میخواین چند دقیقه به صورت خلاصه صحبت کنین، بعد یه قراری میذارم با شما، فردا پس فردا تماس میگیریم، یا اگه ویدیویی درست کردید با فیسبوک برای من لینکشو بفرستید، اونو میذاریم روی مردم تیوی و روی یوتیوب. جواب سوزی مفرده این سشمن همه تلفنی هم میتونم این مطورت خدمتون بگم. بسیار عالی، بفرمایید. ببینید، اولا که انتخابات امریکا بر اساس دموکراسی مردمی طراحی نشده در قانون اساسی، بلکه بر اساس دموکراسی ایالتی یا فدرال تنظیم شده. یعنی حق ایالات اولویت داره به حق رأی مردم. ولی آقای سعیدی، دیدید که اول قانون، از اول اصلا اینا همیشه میگن وی دی پیپل، ما مردم. بعد یکی از افتخارهای آمریکا که به ما هم جهان سومی ها فخر میفروختن این بود که چهار پدر ما فکر همه چیز رو کردن، و ما امروز میبینیم که واقعا اینجوری نیست، به بنبست رسیده. اگه فکر همه چیز رو کرده بودن اینجوری نمیشد که یه نفر با 81 میلیون رای، یه نفر با 73 میلیون، 4 میلیون رای، اینجوری اون بگه من برنده هستم، اون بگه من برنده هستم. و مردم هم اینجا یه حالت واقعا نگران، مخصوصا در ایام کرونا، نگرانی کرونا. یعنی به جایی که من و شما به فکر بیماری و بهداشت باشیم، حالا باید به فکر این باشیم که این حتی یه کاریکاتوری کشیده بودن توی تخت خواب،
آقای بایدن و همسرش خوابیده بود، آقای ترامپ و همسرش هم خوابیده بودن. بعد همسر آقای ترامپ میگه آقا بلند شو بریم، اینجا جای ما نیست، ما که اینقدر خونه و زندگی داریم. اون میگه نه من برنده شدم، همینجا میخوابم. من ساکت میشم، شما بفرمایید. بله، این موضوع رو خواهش میکنم شما و همه عزیزان با دقت گوش بدید، برای که بسیار موضوع مهمیه، موضوعی که میخوام امروز مطرح بکنم و با دقت توجه بفرمایید خواهش میکنم. اولا داشتم این رو میگفتم که حقوق ایالتی در فدرالیسم امریکا اهمیت اساسی داره در قانون اساسی، و البته در طول زمان بعضی از ایالات قوانینی در مجالس خودشون گذروندن و این حق رو دادن به رأی مردم، یعنی گفتن ما حق ایالت رو از طریق حق رأیی که مردم میدن اعمال میکنیم. 18 تا ایالتش اینجوریه که اون نماینده ها یا الکترول ها وای میسن رأی مردم رو نگاه میکنن، هر رأی بیشتر بود اونا هم به اون رأی میدن، که به نظر من یه کار اضافه و بیخودی هست. اگه قرار بود این باشه دیگه وجود اونا لازم نبود. من کاملا میفهمم شما چی میگید، بفرمایید. این به خاطر قانون مسئله این که پیش خواهد آمد به دلیل قانون اساسی امریکا هست که دولت فدرال اون رو بایستی پی بگیره، و گاهی ممکنه که مسئله پیش بیاد و اون مسئله خواهد بود بین اون چه که مربوط به رأی مردمه و اون چه که دولت فدرال تصمیم خواهد گرفت. بارها هم شده که علارغم رأی مردم دولت فدرال، یعنی اون مجلس دولت فدرال، نهایتا تصمیم نهایی رو گرفته. حالا باید ببینیم که در آینده، در این هفته های آینده چه پیش خواهد اومد. شما میتونید بگید مثلا چه زمانی این اتفاق افتاده که بعد از ماجرای رأی مردم و الکترال بعد بیاد مجلس رأی بده؟ مثلا بگید رئیس جمهور شماره فلان، چون الان رو شماره 46 هستیم. در انتخاباتی که در بوش و پسر انتخاب شد، این اتفاق افتاد. نمونه های دیگه هم بوده و این احتمال وجود داره. من حالا میخواستم که راجع به این نکته بسیار مهمی صحبت بکنم. بفهم. و اون مسئله ایه که این گذار تو زبون ها هست از در مورد گلوبالیست ها. میخوام توضیح بدم که علارغم تصور بعضی از عزیزان، گلوبالیست ها این تفکر تفکر چپ نیست. هیچ ارتباطی به تفکر چپ های امریکا، سوسیال دموکرات های امریکا و اینا نداره، بلکه یک تفکری است که در ابتدا با نیت سیاسی شکل به وجود آمدند اینها، این گلوبالیست ها، و بعد نیتشون چرخید و نیت صرفا اقتصادی شد. در برای شناختن گلوبالیست ها ما باید به عقب برگردیم. زمانی که جنگ دوم تمام میشه، محافل مالی سرمایه‌داری جهانی برای مهار کردن اقدامات اتحاد جماهیر شوروی، به اصطلاح اون محافل مالی عمده جهانی، یک محفل کوچکی رو برای خودشون تشکیل دادن که من معرفی کردم در بیلدربرگ. برای اولین بار این محفل تشکیل شد و یک جمع کوچک 20 نفره، در حد 20 نفره بوده، و هدف اینها این بود که در مقابل تهاجم ایدئولوژیک اتحاد جماهیر شوروی که اومده بود نیمی از اروپا رو هم اشغال کرده بود و بعد از جنگ جهانی شروع کرده بود به طرح مسئله اردوگاه سوسیالیسم و انترناسیونال چپ، اینها جمع شده بودند که زیر تدبیری بیاندیشند و یک سیاستی رو اعمال بکنند که این جلوی این قضیه رو بگیرند. من میبینم که الان خیلی صحبت هست، اتفاقا همونجوری که شما میگی خیلی هم مثل خانم دکتر بهیه جیلانی هر وقت صحبتی میشه همه چیزها رو میندازه سر گلوبالیستا و میگه که
خدا اثر اینا نگذره و چنین و چنان، ولی چرا تا به اصطلاح یک چند وقت پیش صحبتی نبود به این صورت؟ بله همه قبول کرده بودیم که جهان هیچ راهی نداره بجز اینکه همه با هم یکی بشن، مثل یه دهکده کوچک بشن، ولی یه دفعه این چینا آمد، از این دهکده کوچک شد شهر بزرگ، کشور بزرگ شد، قدرت بزرگ، و الان اصلا همه چیز از تعادل به اصطلاح بیرون رفته و یه مقداری هم خطرناک شده، وضع بیکاری، وضع یعنی هیچ چیز قابل کنترل نیست. چرا این گلوبالیست ها یه دفعه الان مطرح شدن؟ بعد جناب سوالی، سوال خیلی خوبیه. اگر کمی دندون رو جگر بداری بله شما جواب میدم. بفرم. پس ما یه تصویری از گلوبالیسم در اون زمان در ذهن همه بود که چه خوب میشه جهان زیر سیطره یک قدرت مافوقی در بیاد که این دموکراسی که در جهان پیشرفته وجود دارد و در سطح کره زمین اعمال بکنه. این یه رویایی بود از گلوبالیسم، گلوبالیسم سیاسی. و این پدیده به اصطلاح محافل مالی حافظ جهان آزاد که از کردم عمده ترینشون بیلدربرگ بود، علاوه بر کلاب روم و گروه های دیگه مثل گروه کارلای و اینها، این در ابتدا یک فعالیت صرفا ضد تفکر اردوگاه سوسیالیسم بود و اینها در اون دوره حتی نظام پادشاهی ایران رو قربانی کردند برای مقابله با مسئله اتحاد جماهیر شوروی. اون نظام متمرکز ملی رو در ایران هدف قرار دادند تا نظام مذهبی رو کار بیارند و یه خط گفتنی سبزی در مقابل مرزهای جنوبی اتحاد جماهیر شوروی ایجاد بکنن. تمام تلاش ها رو هم من در برنامه گذشته توضیح دادم. افغانستان و پاکستان این یک پروژه به اصطلاح جدی بود از نظر دنیای غرب. و بعد از اینکه اتحاد جماهیر شوروی بساطش برچیده شد، خب ملت ما تو قربانی شده بود، قربانی این تقدیر گلوبالیستی. حتی در اون نشست گوادالوپ در واقع کسانی که نهایی رو گرفتن و تسلیم شرایط شدن الزاماً تدبیر به اصطلاح تغییر نظام سیاسی ایران ابتکار اونها نبود، اونها صرفاً گماشتگان این گلوبالیست ها بودند، این بزرگ سرمایه داران بودند. برای اینکه این بزرگ سرمایه داران به قدری با نفوذند که در کشورهای مطبوع خودشون ریشه هاشون دوونده شده، در تمام سطح جهان ریشه دارن و وقتی اینا تبدیل به یه جمع میشن، شما ببینید چه نهال عظیمی با چه ریشه های وسیع به وجود میاد. یعنی شما میخواییم بگین گلوبالیست ها تحت کنترل کپیتالیست هست؟ بله، امپریالیست ها گلوبالیست های مورد بحث هستن که الان اگه بدید من توضیح بیشتر میدم. چرا باید کپیتالیست ها بیان یه همچین چیزی رو جلو خودشون درست کنن؟ گفتم که در بجه یاد ببینید جناب سوزی حبتنهای عزیز، این آقایون ریشه در تمام تشکیلات و امکانات داخل کشور خودشون که دارن هیچ، همون ریشه رو در کشورهای دیگر هم دارن، یعنی در سیستم های اطلاعاتی نفوذ دارن، در ادمینستریشن های مختلف یعنی دولت های مختلف عوامل خودشون رو دارن، در سیستم های قضایی و در وسایل ارتباط جمعی. همه اینها رو با پول در ید اختیار اینهاست و گاهی اوقات حتی سران کشورها با اراده اینها انتخاب میشن. و اینها وقتی که به اصطلاح اتحاد جماهیر شوروی بساطش برچیده شد، خب تمام اون برنامه اقتصادی سیاسی که اینها داشتن به یک باره
تغییر و جهان سوم رو استثمار کرد باید رفت اونجا. این شعار اونهاست. آقای سعیدی این بحث خیلی بزرگیه. من خودم مایل هستم راجع به این گلوبالیسم و اینا بدونم، چون اگر شما روی اینترنت گلوبالیسم رو کلیک کنید میبینید که به قول شما خیلی یعنی یه چیز ساده ای نیست و اون امیدی که بعضیا داشتن که همه دنیا زیر یه حکومت باشه اونم یه حکومت دموکرات، اینجوری نیست و شاید بعضیا اینو ساختن که جلو خودشون به اصطلاح بگن بفرمان، اینم هست ولی کنترلش باز دست خودشون باشه. اگه اجازه بدید ما یه وقتی بذاریم یه دو حالت، یا اینکه شما با اون سیستم فیسبوک و اینا یه ویدیوی کامل تولید کنید ما پخش کنیم به دوستان بگیم سوالا و نظراتشون در مورد این ویدیو، یا اینکه یه وقتی من و شما به صورت گفت و شنود بتونیم صحبت کنیم که منم آمادگی داشته باشم بتونم سوالاتی رو از شما بپرسم. ولی حاصل صحبت امروز شما اینه که یعنی شما واقعا امیدوار هستید آقای ترامپ بعد از اینکه 50 ایالت به اضافه واشنگتن دی سی که پایتخت آمریکاست سرتیفای کردن، یعنی گواهی دادن که آقای بایدن برنده هست، شما هنوز امیدوار هستید که آقای ترامپ با افرادی مثل تد کروز که خود ترامپ میگفت این دروغگوه، خود تد کروز میگفت این ترامپ دروغگوترینه، اینا بتونن بیان تمام این سرتیفیکیشن ها اینا رو بریزن دور و از طریق مجلس ری الیکشن را بندازن؟ یا واقعا امیدوار هستید؟ فکر میکنید میشه هم چیزی؟ جناب سوزی، این جنگی که در امریکا جنگ فکری که هست به وجود اومده الان این چیز ساده نباید تصورش کنید. این یک مبارزه بین ناسیونالیزم امریکایی و زیاده خواهی گلوبالیست ها، یعنی اینکه سرنوشت جهان در انتهای این جنگ مشخص خواهد شد یا ملت امریکا هم مثل ملت ایران توسط این گلوبالیست ها سرکوب خواهند شد و جهان وارد یک دوره جدیدی خواهد شد که مطامع اقتصادی این گلوبالیست ها بر همه جهان چیره میشه یا ناسیونالیزم امریکایی به اصطلاح جهان رو نجات میده. یکی از این دو حالته. من علت این که اصرار داشتم امروز صحبت کنم، خواستم قبل از اینکه آقا از آسیا بیفته و اتفاق نهایی اتفاق بیفته پیشبینی های خودم رو عرض کنم. ولی هیچ وقت سابقه دارید که ناسیونالیزم یک کشوری کاری که انجام داده باشه به نتیجه دلخواه رسیده باشه؟ دلخواه تعریف شما از دلخواه چی باشه؟ ببینید ناسیونالیسم ها معمولا تندرو هستن، یعنی هر جایی که شما نگاه کنید اون طرفی که میاد پرچم ناسیونالیستی رو میبره بالا حقیقتش پشتش یه عقده های خابیده، یا عقده مذهبیه یا عقده، و اون باعث میشه که اینا اگه پیروز بشن که واویلا، و بیشتر وقتا هم پیروز نشدن. من حالا از شما سوال میکنم درباره انتخابات سال 2000 که شما گفتید ماجرای جورج بوش پسر و الگور، اونا هیچ وقت به این مراحل سرتیفیکیت و اینها نرسیده بود. اونا سر یه فلوریدا سر 500 و خورده رای اشکال داشتن و اونجا دادستان فلوریدا، اتفاق من با اون خانمه عکسم گرفتم تو واشنگتن، دادستانه گفت که نه اصلا اینو بندازین کنار، رای من اینه، یعنی یه کمی قدبازی در آورد. و آقای گور برای اینکه مملکت رو نگه داره آمد، حتی تو مجلس که شما میگید داشتن اعتراض میکردن، گور گفت که من آرزو میکنم که رئیس جمهور آینده که آقای جورج بوش هست موفق باشه و تمام همه ما باید با ایشون همکاری کنیم. این ویدیوش هست، اگه کسی از دوستان لطف کنه این لینک رو بذاره، چون بعضی از دوستان، ببخشید من اینو میگم به شما چون میدونم شما تحقیق میکنید، بعضی از دوستان یه چیزی رو وقتی تلویزیونای ایرانی میگن اینا فوری دیگه فکر میکنن اونا کاملا درست گفتن. شما باور نمیکنی که یه تلویزیون ایرانی دیروز نوشته بود 150 وزیر دادگستری،
یعنی اینا نمیفهمن که وزیر دادگستری یه دونه هست، دادستان برای ایالت یه دونه هست، برای شهر یه دونه هست، اینجوری هست فلان. نوشته بود 150 وزیر دادگستری آمریکا خواهان این شدن که ترامپ بشه رئیس جمهور. من میدونم شما میگید که به اصطلاح این رو احساس کردید که ارجنت هست باید بگید، ولی متاسفانه چون از قبل قرار نذاشتیم، ما حتی دیروز با هم صحبت کردیم. اجازه میدید من همین چند دقیقه‌ای رو که ماشاءالله زورم با آقای سعیدی نمیرسه. آقا من ساکت میشم، شما لطف کنید توی 5 دقیقه بحثتون رو ببندید تا بعد با شما باشیم در برنامه‌های آینده. بفرمایید. متشکرم. از شما تقاضا میکنم این بخش صحبت من رو جداگانه روی یوتیوب اگه ممکنه بگذارید با تو عنوان به اصطلاح برخورد یا درگیری ناسیونالیزم امریکایی با نیت گلوبالیست ها، اگر ممکن هست با این عنوان این رو محبت بکنید. و من در ادامه در دو سه دقیقه انتهایی که به من دادی در 5 دقیقه این رو میبندمش. ببینید وقتی اینها مسئله اتحاد جماهیر شوروی براشون حل شد و شدن فعال مایشا در دنیا، اون وقت رفتن سراغ پدیده‌ای به نام ناسیونالیسم در سطح کره زمین. بهار عربی نتیجه تنفر این آقایون گلوبالیست‌ها از پدیده ملی‌گرایی و ناسیونالیسم در کشورها بود. قبلا نظام ایران رو با نیت سیاسی عوض کردند و تبدیل به نظام مذهبی کردن. بعد که اتحاد جماهیر شوروی رفت نیتشون اقتصادی شد، یعنی بسیار خطرناک و بی‌رحم‌تر. اون وقت بود که افتادن به جون همه کشورهایی که سیستم های متمرکز دارند و به طور متمرکز از منافع ملی خودشون دفاع می کنند. صدام، در لیبی، در مصر، در هر جایی سیستم ها رو تلاش کردن که دور بکنند از ملی گرایی و ناسیونالیسم. چرا؟ برای اینکه اینها هدفشون این هست که در هر جایی که وارد میشن با یک قدرت متمرکز مواجه نشن، بلکه بتونند به اصطلاح از طریق خریدن آدمهایی که جداگانه هستند و میشه به راحتی اونها رو کنترل کرد، سیستم های متمرکز رو نابود کردن. به امروز هم اومدن سراغ ناسیونالیست های امریکایی و قراره که این جنگ یه جنگ نهایی باشه براشون. در واقع این انتخابات به ترامپ جور یه شخص نبینید، اون جریان فکری که ترامپ رو حمایت کرد تا به امروز یه جریان ناسیونالیستی در امریکا که حتی شما میبینید اون بخش از بزرگ سرمایه‌داران امریکایی که در حزب جمهوری‌خواه هستند، حتی اونا هم در مقابل ترامپ سفارایی کردن، چون منافع امپریالیستی خودشون رو در خطر می‌بینن. این یه سرمایه‌داریه که کمتر نیازمند بوده به کمک و حمایت دیگران برای روی کار اومدن و رفته دنبال یک به اصطلاح چیز اجتماعی و مردمی، حمایت مردمی، و به همین دلیل وابستگی به محافل امپریالیستی احتمالا نداره یا اصلا او رو راه ندادن به محفل خودشون، و بنابراین آدم نسبت به اونها هیچ اصطلاحی به تعلق خاطری نداره. من از شخصیت ترامپ عزیزان دفاع نمی کنم، میخوام بگم که مراقب این قضیه باید باشیم که این ملت الان در چه مرحله‌ای از زندگی سیاسی خودش داره سیر میکنه و جریان رو یه کمی از بالاتر بهش نگاه بکنید. علت این که مزاحم شما شدم و خواستم که این بخش رو در خدمتتون باشم این اهمیت این موضوع بود و اینکه این بررسی که خودم کردم و نتیجه گیری که در اثر اون جهانبینی متریالیستی عرض کردم بهتون، اون جهانبینی که راهنمای من است، اون چیزی که آیدم شد رو گفتم در این برنامه خدمتون عرض کنم. ممنونم از شما. من این رو از اونجایی که شما صحبت کردید روی یوتیوب میذارم، ولی چون شما صحبت کردید من بعد از اینکه از شما خداحافظی کردم یه چند دقیقه در رابطه با این موضوعاتی که شما گفتید صحبت میکنم و اگه خواستید یه برنامه با هم گفت و شنود داشته باشیم یا یه برنامه مال شما باشه من مهمون شما باشم. درست، ممنونم. من که همیشه استقبال میکنم. مرسی عزیزم.
خیلی ممنون که تماس گرفتید. قربان شما. موفق باشید. آخر هفته خوبی داشته باشید. دوستان عزیز، با آقای عباس سعیدی بودیم. اتفاقا من اینجا ببینید نوشتم که آقای عباس سعیدی با ویدیوهای جدید، چون دوستان از من میپرسن که آقا چی شد آقای سعیدی قرار بود حداقل ماهی یک بار بیاد و اینا، گرفتاری هست، کار هست، تو این ایام کووید 19 نمیشه انتظار داشت و ایشون بالاخره تصمیم گرفته که با ویدیوهایی که خودشون تولید میکنن، حالا یه بحثایی رو شما میخواین به عنوان کلاس درس بگید، میخواین به عنوان لکچر بگید، میخواین به عنوان آموختهای خودشون رو شما بگید، شیرازی ها میگن آموخته، آموختهای خودشون رو به شما بگه، میاد صحبت میکنه، شما خیلی ساده میتونید موافق باشید، مخالف باشید، سوال کنید یا نظر بدید. ببینید آقای سعیدی میگه ترامپ چون پولدار بود احتیاج به کسی نداشت. ای آقا من قربون شما نرم، چون این قربونت برم خیلی دروغه، همه بی خود تعارف میکنن. این آقا از روزی که دنیا اومده به اینو این محتاج بوده و آویزون بوده. شما برگرد برو 1989-1990، این وقتی ورشکست شد از تمام دوستاش دلخور که شماها چرا به من کمک نکردین. بعد درست برعکس این چیزی که شما میگید، اتفاقا رفت سراغ پولدارا و آویزون شد به اونها، به خوب و بدش هم آویزون شد، از کشورهای عربی بگو حتی به کشورهای مثل روسیه و چین و اینها، تا گندش یکی یکی داره بالا میاد و دوچه بانک و اینها. آخه قربونت باز داریم میگیم قربونت برم، این شما چه حرفیه که میگید که این ناسیونالیسته، یکی دیگه پشتشه ولی ناسیونالیست. حالا بیایم صحبت از ناسیونالیستای آمریکایی بکنیم. آخه آمریکای 245 ساله چه نیشنی، چه نشنالیستی؟ طرف دو کلمه که بهش حرف میزنی به شما میگه شما خارجی هستی، برگرد برو مملکتت. آی سعیدی بترس از روزی که اینها برنده بشن و این دور دوم یا حالا دور بعدی 2024 همونایی که شما فکر میکنی ناسیونالیستن بیان سر کار. درست میشه ماجرای هیتلر که کلیمیا رو ضربه در میزد، اینا من و شما رو هم ضربه در میزنن. آقا فکر نکن چون من و شما اینجا پرمننت رزیدنت هستیم، اقامت دائم گرفتیم یا سیتیزن هستیم، سیتیزنشیپی گرفتیم، اینا آقا پلیس من نگه داره، پلیس یه آمریکایی رو نگه داره، رفتار پلیس فرق میکنه. همونجوری که پلیس منو که نگه میداره، رفتارش با سیاهی رو که اینا ناسیونالیست نیستن، انگلیسی میشه نشنالیست، اینا یه مشتی آدم ردنک، شیرازی ها میگن کلومی، اینایی که تو بیابون و تو صحرا و اینا بیشتر با گاو و مزرعه و اینها. بعد ترامپ اتفاقا پیام بعدی آقا مسعود دوست خوب ما در همین رابطه است. ترامپ آمد با پدر سوختگی و شالاتانی نقطه ای رو که میدونست فشار داد که اینا رو برانگیخت. مثل اون آخوندی هست که میره رو منبر اینقدر برای شما میخونه که شما بالاخره یه صدقه ای بدی، یه پولی بدی، یه چیزی تو امامزاده بندازی. اونا هم آدم های واردی هستن. من بارها گفتم این شالاتان ها آدم های موزی، زیرک، باهوشی هستن. چون طرف شالاتانه میاد یه دکتری رو که 20 سال درس خونده کلک میزنه، گولش میزنه. آقا اینا کجا نشنالیستن؟ طرفی که یه پیکاپ تراک رفته اون بالا بسته گاز میده، نه باور به محیط زیست داره، نه باور به حق دیگران داره، میگه ما بهترین هستیم چون من سفید هستم. حالا همین بهش بگو آقا من حاضرم پول دی ان ای تو رو بدم، برو نگاه کن، یه دفعه میبینی بله درسته پدر بزرگ تاماس جفرسون بوده، ولی آقای تاماس جفرسون با این سیاه ها خابیده؟ تام یکی از اون طوله ها هستی، تصادفا رنگت سفید شده. نکنید آقا اینجوری نیست به این سادگی که شما برای دوستان توضیح میدید. بذارید پیام آقای مسعود خان رو که هر کاری کردم میگو این پیام بزرگ نمیشه بیاد تو این. و آقا مسعود شما که دیگه بابا واردی تو این کار میدیا و برق و اینا استاد هستی، بگم به دوستان شما چه کار کردی تو انقلاب در رابطه با برق؟ نمیگم مگر خودت حاضر بشی بگی. شما اگه به اون تلفن 202 695 2573
که اینجاست، برای دیگرانم بذارم. به این زنگ بزنید قشنگ میتونی 3 دقیقه پیام بذاری، اگرم کم بود دوباره زنگ بزن پیام بذار، من بیام اینجا آقا مسعود رو پیدا کنم، چون درست شد در رابطه با صحبتهای آقای عباس سعیدی و نکات جالبی رو ایشون میگه. بارها بهتون گفتم توی تلویزیون وقتی ما صحبت میکنیم دیدید به همین خاطره، مثلا توی انتخابات هم نور خواننده ها رو بگو، نور رو صورت چه هیچکی رو نمیبینه، همه تو ما تو تاریکی نشستیم، اون تو روشنایی، ولی اینجوری میکنه، یعنی مثلا میزنم آقای معین اینجوری میکنه، من که صحبت میگم ای من شناختا به من بود، بعد شما هم که آقای ایکس هستی فکر میکنی به شماست، اون خانم هم فکر میکنه به اونه. این سیستم ایناست که اینجوری میکنه. من آقا مسعود اصلا منظورم به شما نبود، ولی خیلی خوشحالم که شما پیام گذاشتی و نشون داد که حرف من اون دوستان ساده رو واقعا یه کمی قلقلک داده. ایشون اینجاست، چون نگفتی برای خودت تنهاست، من پخش میکنم با اجازه ببینیم. بله پیامم این. درود بر شما جناب سولوی، روزت بخیر. متوجه شدم اشاره کردی به بعضی ها سادن و یه روز فولادبند یه روز فلان، اینا به هر حال اینا سوء استفاده میکنن از اینطور افراد. من احساس کردم که پاسخ اون نظر من رو داری میدی. من اگر گفتم ترامپ میمونه به چند دلایل، معنای حرفم این نیست که من طرفدار ترامپ هستم. یکی از دلایل بزرگم این بود که چون در این 20-25 سال گذشته هیچ رئیس جمهوری کمتر از 8 سال نموند از هر حزبی، این دایره رو اگر بدعتشو بذارن که اینو برکنار کنن 4 سال بمونه، بعدها ممکنه اونا خودشون هم به همین درد دوچار شن، حزب مخالف برای گروه بعدی هم باز کلک میاد، اونم 4 سال بیشتر نمیمونه و اینا دوست ندارن از هر دوتا حزب دوست دارن 8 سال بمونن، چون 4 سال اول که هنوز همه چی روابط به اون کارهای گذشته رئیس جمهور قبلیه، باید 4 سال در اصل دوم اصل کارها و هدفاشو رو پیاده کنن. بزرگترین دلیل من این بود که این بدعت و اینا هیچ کدوم قبول نمیکنن که یهو بکننش 4 سال، بعد دیگه بعدن همش مردم انتظار داشته باشن 4 سال به 4 سال، که اینم یه جوری ایرادای خودشه داره. به این دلیل بود، وگرنه من میدونم که به قول یارو نقوم خوبه نکاشان، لعنت به هر دوتاشان. اینا هر دوشون روحی استثماری و چپاولگری و سرمایه داری رو دارن، نه این آدم درستیه نه بایدن آدم فقیری و طرفدار آدم های ضعیفه، هر دوشون هر دو حزبشون برای منافع خودشون ولا غیر، از بوش گرفته تا کارتل گرفته تا این گرفته، دموکرات باشن نمیدونم هر حزبی دیگه باشن، میان میلیون ها دلار خرج میکنن که بیان رئیس جمهور شن. پس برای چپاوله، یک نفر آدم معمولی که پول نداشته باشه، واقعی باشه، درست باشه، دلسوز جامعه باشه، هرگز در آمریکا انتخاب نشده و نخواهد شد و نمیتونه حتی اپلای کنه. امیدوارم این جواب منو در پیرو اون حرف شما گرفته باشی. با یک کلمه حرفی که من برای شما نوشتم قضاوت فکری افراد رو نکنی. و من فکر میکنم شما منظور و هدف این جمعه ای از این بود که گفتی آدم های ساده یه روز طرفدار فولادبند یه روز طرفدار فلان این حرفا، و امیدوارم که جواب شما رو داده باشم. و من فقط دلیل اصلیم این بود که اینا اگه 4 سال بخواد این بمونه، بعد خودشون هم 4 ساله اینو دوست ندارن. من فکر کردم به همین دلیل آقای ترامپ 4 سال دیگه میمونه. هیچ جای حرفم تایید حرکات، رفتار، گفتار، کردار این آقا نبوده و نیست و نخواهد بود. به هر حال امیدوارم که این توضیح برای شما کامل باشه. روز روزگار بر شما خوش جناب سولبی. ممنونم از مسعود عزیز، بارها از ایشون دعوت کردم تو برنامه ما باشن. ایشون هم یکی از اونایی که یه پاش کاناداست یه پاش آمریکاست، وقتش خیلی به اصطلاح مشغوله. حالا ببینید، اولا راجع به اون قم و کاشون، منظور شهر کاشان نیست، منظور کاهشون هست، چون گویا یه نفر داشته با اسب و نمیدونم ایناش میرفته قم وای میسه، خب هوا بد، آب بد، آب شور فلان اینها، بعد کاهی هم که میده به اسبش اونم مریض میشه، فردا میگه نه قم خوبه نه کاهشون. این حالا عوض شده، مردم فکر میکنن قم و کاشون،
چون بعضی هم به کاشان میگن کاشون، مثل به تهران میگیم تهرون. در صورت این میدونم شما میدونید حتما اینو، نه قم خوبه نه کاشون، لعنت به هر دوتاشون. این از ببینید شما، باز خیلی خوشحالم دوستان، ببینید حتی اینایی که باور دارن ترامپ باید برنده میشد، حتی اینایی که به یه نوعی دلشون میخواست ترامپ برنده بشه، ولی در آدم بد بودن ترامپ هیچ شکی ندارن، تا حدی که میخوان خودشونو دور کنن از ترامپ. یعنی دیدید الان رزم شده، طرف میگه آقا من مسلمون نیستم ولی اینجوری میگه، اینا هم همینجوری شده. آقای سعیدی که قشنگ گفتن من شخص ترامپ رو دوست ندارم، چون من با یه خانمی هم صحبت میکردم بهش میگم خانم وقتی شما این میاد تو تلویزیون بچت نشسته مجبوری کانالو عوض کنی بعدن بیای حرفاشو گوش کنی، وقتی که بچت اونجا نیست یعنی چی؟ یعنی این یه رول مدل خوب نیست برای زندگی. وقتی آقا شما داری صحبت میکنی، حاضری بری مسافرت این خانوادت رو یه دو ماهی بدی دست این آقا؟ اگه نه چجوری میخوای مملکت تو بدی دستش؟ و در مورد ساده بودن، باز شاید باید برگردیم کردیت بدیم به افرادی مثل آقای ترامپ، مثل ترامپ بله، اون آقای حخا، اون فولادوند، اینا، بگیم اونا یه قدرتی دارن که آدم با منطق و با سواد شما و با دانش اجتماعی، دانش اجتماعی از سواد هم بالاتره، میرین تو دام اونا تا جایی که بعد خودتون باهاش درگیر میشین. خب اگه اون موقعی که شما طرفدار فولادوند بودید فریب نخوردید، بعدان دیگه چرا دعوا میکنید باهاش؟ چرا باهاش در میافتید؟ که من همینه میگم، این اگه ایشون بیاد آقا مسعود صحبت کنه، گفتم ترامپ یا فولادوند، اون وقت میفهمید که پشت ماجرای فولادوند چه ماجرایی بوده، چه صحبتایی بوده، چه حرفایی بوده. و بدبختی اینه که این دوستان ما میخوان حرفشون رو بزنن برن، گوش ندن یا بحث نکنن. من دیروز با آقای سعیدی داشتم صحبت میکردم، من اتفاقا امروز صبح اول کار رفتم فیسبوک ایشون رو نگاه کردم ببینم که ویدیوی جدیدی گذاشتن که صحبت این انتخابات و اینا باشه، چون من بارها بهتون گفتم اینایی که میگه نمیدونم دیشب زیر رخت تخت خامنه‌ای بوده، اون یکی میگه تو شلوار فلانی بوده، خبرای شلوارشون رو برای شما میارن، اینا یه مش آدم دروغگویان. آقا من و شما هم توی اتاق نشستیم، شما تو آلمان هستی 6 ساعت زودتر از من بیدار میشی، خبرها رو زودتر میخونی، من تو آمریکا هستم 6 ساعت زودتر از هوایی میخونم، من تو استرالیا همینجور، اون زودتر اون دیرتر، ولی هر کدوم میایم نظرات خودمون رو میگیم و درباره نظرات خودمون میایم میخوریم با آقای مهدی نوروزی اگه اشتباه نکنم، که نامه ایشون رو هم براتون میخونم. آقای هرچی شیخی اینجا میگه منظور آقای سعیدی این است که آمریکا، که ایده آمریکا پرستی یا همان ناسیونالیست مردم آمریکا، ناجی ملل جهان است. آخه نمیشه عزیز من، شما نمیتونی ناسیونالیست ایرانی باشی بعد خوبی همه دنیا رو امکان نداره، نمیشه، اون وقت دیگه ناسیونالیست نیستی. این حرفی که من به بعضی هم میزنم، میگم این تبعیضا رو شروع نکنید، و الا اگه گفتید من ایرانی هم نمیدونم همه ملک ایران فلان، بعد اون یکی میاد میگه من شیرازی هم این ملکش بیشتر ارزش داره، اون یکی دیگه میاد میگه من مال یاسوجم ما اولین بودیم، اون یکی میاد میگه من لورم اون اولین بوده و فلان. نه درباره لور این خانم بهاره چی نمیدونم اون نبشه چاق بود لاغر شد، چاق میشه لاغر میشه، و این یه صحبتی کرده توی این برنامه‌های شام ایرانی که کپی از اون بفرمایید شام بوده و اینا، و گویا گفته که خانمای ایرانی از لحاظ قیافه و آرایش نیکول کیدمن، که حالا نیکول کیدمن اگه نگاه کنید واقعا خیلی زن ساده ایه، که این زن تام کروز هم بود بعدم شده زن یه خواننده الان، و از لحاظ فکر لور همه حمله کردن باش اینا، بعد اومد گفت منظور من دختر لور فیلم سینمایی بوده، که اینا رو باید مثل باد هوا ول کنید بره، خیلی گیر ندی. از اون بر اون شارمهر یا شادمهر عقیلی آمده قمارخونه روی اینترنت راه انداخته یا تبلیغ یکی میکنه مورد بحث و اینا قرار گرفته. ببینید آقا یا خانم، اینا همش سر پوله، شما وقتی بگی پول اینا برات دولا میشن،
نمیدونم پشتک میزنن، وارو میزنن، همه کاری انجام میدن. شما اگه اینو قبول کنی زندگیت راحت میشه. چون من اول این مشکل رو داشتم، میگفتم آقا شرفشون کجا رفته، غیرتشون کجا رفته. آقا پول که میاد شرف و غیرت، پول از این در میاد شرف و غیرت از اون پنجره میره بیرون، تموم شد. بهاره رهنما، من چی گفتم اصلا؟ بله بهاره رهنما که الان براش هشتگ گذاشتن بهاره گوه خورد نمیدونم فلانه. بعد این برنامه کوچه میاد نشون میده تمام اونایی که نه اسم دارن نه فامیل دارن نه عکس دارن، هی میگه فلانی نوشت این. خب خانم اینو نخون آخه، برنامه کوچه اولش یه ویدیوی قشنگ و خوبی بود، 4 خبر رو میگفت، یه تفسیری میگفت، بعد شما میگفتی اه اینجوری هم امکان داره. در صورت مسعود عزیز، من اصلا منظورم به شما نبود. اگه بهتون بگم من اصلا روزی که صحبت کردم، ببینید بیشتر اینا فلبداهن. مثلا من امروز قرار نداشتم با آقای سعیدی با هم تماس بگیریم، ایشون زنگ زده بعد میگه با فیس با اسکایپ. من اسکایپ رو گذاشتم الان نگاه کنید صفحش فرزاد نیساری، آماده است که یک کلیک بزنم ساعت 3 با ایشون صحبت کنم. و یه جایی به خودتون یه چند درصدی جای شک بذارید که ممکنه من 95% درست میگم ولی 5% ممکنه درست نگم. اون 5% زندگیتون رو راحت میکنه. اگه تازه یکی هم اومد شما میگی من که گفتم من 5% درست نمیگم. در صورت ماجرای فولادوند یه ماجرای کثیف و زشت و سوء استفاده از مردم بود. ماجرای حقا به همین صورت، شما باورتون میشه من 3 پیش به حقا زنگ زدم، نه قبل از انتخابات، گفت من وایستادم اروپا ترامپ انتخاب بشه آخوندها رو بندازه بیرون من بیام آمریکا. گفتم خب چرا میای آمریکا دیگه، برو ایران، تو که یه بار وایستادی دروغ گفتی به مردم نرفتی فلان نه اینا. بعد از انتخابات گفتم خب بهش زنگ زدم گفتم حالا که شما ترامپ انتخاب نشد حالا برنامه چیه؟ گفت حالا یه جای دیگه هستم، میره هند، میره چین، میره این دوره های چی میگن به اصطلاح فلسفه، نه اون یکی دیگه بگید، خالص شدن و اینها رو ببینه، مدیتیشن. خلاصه اینا همشون کارشون خرابه. اینا یه آدمایی هستن که تو زندگی یه عقده‌ای داشتن، بعد این عقده باعث میشه بیاد برای 4 صحبت کنه، میبینه اه چه قدرت نفوذی داره. این 4 رو میکنه 40 400 نفر 4000 نفر، همینجور میره بالا. بعدن که قدرت گرفت اون وقت میبینه ای داد بیداد، اصلا این بلد نیست کاری انجام بده، یه دفعه غیب میشه. هنوز تا هنوز هیچ کی نمیدونه فولادوند چی شد. شما همین زم کوفتی که الان میخوان اعدامش کنن نگاه کنید، این تا قدرت گرفت یه دفعه دیگه خدا رو هم نمیشناخت، کیه نمیدونم، باباش هم نمیشناخت. حالا اومده بود یه وبسایتی راه انداخته بود، به قول خودش میگه من خبرها رو میدادم. نه آقا شما خبرها رو نمیدادی، شما بر علیه یک کشوری که دیکتاتور توش هست آمدی میخواستی اینو براندازی کنی. یه آقای مال فرشگرد آمده بود و حمله اسرائیل رو که من گفتم هنوز معلوم نشده، اینا قبول کردن اسرائیل فخری زاده رو زده و حمله اسرائیل رو توجیه میکرد که آقا اسرائیل با ایران در جنگ، تو جنگم حلوا پخش نمیکنن میزنن. حالا من میخوام به همون بیناموس اون پسره بگم که اگر الان آخوندا بگن ما با این بچه آخونده چه اسمش بگید آمد نیوز زم خب در جنگیم، رفتیم گرفتیمش آوردیمش، حالا هم اعدامش بکنیم که 4 دیگه هم حسابشو بکنن، حساب خودشونو بکنن. واقعا هم اینجوریه. شما اگه این روح الله زم رو اعدام کنن یا حالا یه مترسکی رو آویزون کنن اینو تغییر شکلش بدن بفرستن بره بگن دیگه از این گوها نخور، ولی کسی دیگه بعدا جرئت میکنه بیاد یه، حالا اون آمد نیوز بود رفتم نیوز بذاره و توی اون بخواد دولت رو به اصطلاح براندازی کنه؟ آقا تو اگه میخوای دولت رو براندازی کنی خب اونم میاد دنبالت، باید اولین چیزی که شما قبول میکنی این باشه. همین آقای اخا میگه من میخوام برم ایران ولی آقای فاضلی گفته خیلی خطرناکه. یکی نشد تو برنامه بگه آخه اولاق تو فکر نمیکردی که خطرناکه که میخوای بری ایران؟ بماند. در صورت آقای مسعود ممنون و متشکرم. 2 تا چی نوشتم؟ شما نوشتی ساده هستن که من گفتم من باور دارم که آدمای خوبی هستن که در دام فولادوند میافتن، آدمای خوبی هستن که در دام ترامپ میافتن، آدمای خوبی بودن که در دام حقا افتادن. اینا میتونیم بگیم ساده لوحن، میتونیم بگیم خوش باورن، یا میتونیم بگیم آدمای خوبی هستن، چون
آدم های خوب میفتن تو کمین این شارلاتان ها. در مورد 4 سال، خب ببینید، اگه این 4 تا پدر آمریکا قانون اساسی رو حالا یا مال کوروش بوده یا مال فرانسه بوده یا هر چی بوده و اینها آوردن فکرش کردن، خب باید فکر میکردن آقای 4 سال خیلی زوده، هنوز این نیامده، به قول شما داره به اصطلاح روال قبلی رو انجام میده تا میخواد خودشو بشناسه. اتاقای کاخ سفید و ممکن کاخ سفید نبوده، میخواسته اتاقا رو یاد بگیره، باید دست پاش جمع کنه بره، در صورتی که از همون روز اولی که میان اینا میرن برای انتخابات دوره دوم چیز میکنن. خب میکردش آقا یه دور 8 سال، این 8 سال هم طرف وای میساد خدمت میکرد دیگه. شما ببین این مردک چند روز رفته تبلیغ برای همین انتخابات، به غیر از 400 خورده روز که رفته گلف بازی کرده. آخه 4 سال، 4 سال برای هفته های آمریکایی، هر سال 52 هفته است. حالا بگو 2 هفتهش تعطیلات، بگو 50 هفته، هر هفته 5 روزه، 50 تا 5 روز میشه چقدر؟ 250 تا. 4 تا 250 تا میشه 1000 تا. 1000 تا روز کاری 400 خوردهش رفته گلف بازی کنه، چقدر دیگهش رفته تبلیغات، چقدر دیگهش رفته مهمونی. خب معلومه که مملکت به اینجا میفته، به اینجا میرسه که الان همه میگن این دور سوم اوبامان، چون چپ و راست از این وزیره که میاره، از اون که میاره، اینا همهشون کارمندای دوره اوباما هستن. ولی همونایی که میگن این دور اول جو بایدن دور سوم حکومت اوباماست، قبول دارن که بابا اینا تجربه دارن، اینا کار کردن 8 سال مملکت ورشکسته را آوردن به یه جایی. آقا گول اینو نخورید که این مرده که ثروتمنده، گول اینو نخورید که این استاک مارکت رو این زنده کرد. برید رو آمارا نگاه کنید ببینید سال 2008 چه خبر بود، وقتی که جورج بوش به اصطلاح، ببینید اینجوری بود، کلینتون سورپلاس داشت، یعنی اضافه پول اضافه داشت، داد دست جورج بوش آخر 2008 اون ماجرای خونه ها رو نمیدونم سقوط کرد و اینا. تابلویی که برای بدهکاری آمریکا می نوشتن انقدر به اصطلاح بدهکاری زیاد شده بود که مجبور شدن یه دیجیت دیگه درست کنن که توی نیویورک و این ور اون ور. که آخه اینا رو نگاه کنید، اینا رو بخونید، همینجوری نیان بگین این ناسیونالیسته میخواد این، اینجوری نیست که بابا کدوم ناسیونالیسته. اگه ناسیونالیست بود 5 دفعه از جنگ ویتنام فرار نمیکرد. اونا ناسیونالیست بودن که رفتن جنگ و نرفتن برای اینکه بگن ما بهتر از شما هستیم، رفتن که بگن همه مساوی هستیم. این دیوانه است، این روانیه، این نجات پرسته، این اصلا بابا داره بارون میاد چتر رو سر زن خودش نمیگیره، میگیره رو سر خودش. آخه من نمیدونم، میگن خدا رو ندیدی به دلیل عقل بشناس، ما ندیدیمش، نه عقلمون کاری کرد که خدا رو بشناسیم، همجور بی خدا داریم میریم. دست دوستان ممنون و متشکرم. ساعت 2:40 است، 20 دقیقه دیگه میریم سراغ آقای فرزاد نیساری، آقای عباس سعیدی، امیدوارم به زودی با ما باشن. این همون چیزیه که من در صحبت‌های قبلی با آقای سعیدی گفته بودم. آقای سعیدی ببینید، وقتی با هم ردیف میکنیم که من مثلا هفته دیگه جمعه با آقای امیر حسین لادن برنامه دارم، ایشون تحقیقاتشو کرده، منم میرم مقالاشونو میخونم، چند تا سوال تهیه میکنم و یه برنامه آقای لادن رو نگاه کنید، واقعا آدم چی یاد میگیره ازش. بعد با این که تلفن بزنیم این ور اون ور یه چیزی رو بگیم، اینجوری فایده نداره، اینجوری برمیگردیم به سال 2000. اون تلفن ها، آقا شما امروز نظرت راجع به بورس چیه؟ شما کاغذات رو اون کامپیوتر نه کاغذات نگاه می‌کردیم، گفت من اصلا کاری به بورس ندارم، من امروز اومدم راجع به زلزله کرمانشاه اونم دارم این اون صحبت کنم، ولی برنامه منحرف می‌شد. برای که نه برنامه منحرف بشه نه ما منحرف بشیم، از قبل قرار بذاریم با هم صحبت کنیم، آقا روز دوشنبه ساعت اینقدر با شما برنامه داریم. از اون بهتر اینه که شماها خودتون تک تک برنامه درست کنید. حتی این آقای نوروزی الان نوشته اگه میخواین من آدیو درست میکنم. خب درست کن، دیدید این پیام، برگردید پیام آقای مسعود رو گوش کنید چقدر قشنگ. منم اینجا یاد گرفتم ساکت شدم که ایشون صحبت کنه و توی 2 دقیقه و خورده چند تا مسئله رو گفتن، قشنگ گفتن، نه تو حرف هم پریدیم، ایشون حرفش رو زده منم
یه سال بعدش همجور دارم نظر میدم. ولی آقای نوروزی میگه جناب سربی گرامی، مطلب من سوالی و معترضی بود. این فولادوند حخا حالا شعله سعدی اومده میگه من رهبری ایران را میپذیرم. اتفاقا آقای زمانیان، اگر کسی بیاد بگه من رهبری رو میپذیرم، من حاضرم حرفاشو منعکس کنم، میگم این بابا داره درست میگه. اونایی که میگن من که نمیخوام، مثل اون جوکی بود میگفتن طرف قهر کرده بود، اون بالای پشت بوم بود، مادرش داشت سفره چی میچید اینا، یه بشقاب کشید که از اون بالا گفت که من که خوراک نمیخورم ولی این خوراکه برای هرچیه کمه. ببینید آقای شعله سعدی، اولا خب ایشون همشهری بنده است، دکتر قاسم شعله سعدی، و من مصاحبهاشو دیدم این ورون بود. من فکر نمی کنم ایشون به جای برسه. کسی که میگه وقتی من میرفتم مردم میگفتن کی آمد دشمن نمیدونم آخوند آمد، آقا چه کار کردی؟ انداختنت زندان، ببخشید حالا دیگه ما نمیدونیم، نبودیم، چوب تو کونت کردن، چوب تو آسینت کردن، اینم ما خبر نداریم. حالا تازه اومدی پاپیونی شدی، فکر میکنی هر کی پاپیون زد میتونه حرف بزنه؟ من این در بیارم که خودم هم نزده باشم، گرمه واقعا. بله، حالا اومدی پاپیون زدی، فکر میکنی این پاپیونت از دکترا برات مهمتره؟ حرف حسابت چی آقا؟ حزب زدی؟ یک جنبش ریشه‌ای درست کردی؟ برو مردمو جمع کن، برو از همون سعدی شیراز بیا بریز تو خیابون، از بلوار گلستان و نمیدونم فلان جا رابندون درست کن، بشینید کف خیابون. آقا نمیتونن که روی این همه جنازه برن. و فیلمای مال دوره هندوستان و اون جنبش نمک و اینا رو نگاه کنید، فیلمای مستند ساختن که میزنه با چوب این پلیس هند که حقوقشون از انگلیسی ها میگرفتن، با چوب میزنه تو سر اون، اونا برای که این که چوب خورده ناراحت نشه با این حمله کنه میکشن میبرنش عقب، ولی چند نفر رو میتونه چوب بزنه؟ ما یه همچین چیزی نداشتیم. بیچاره دیشب داشتم مادر این پوریا بختیاری کیه که باباشم جدا شده و رفته یه زن دیگه گرفته و فلان، آقا این خونه این جوون به هدر رفت، بیهوده این جوون تلف شد. جوونی که میاد به مادرش میگه من میخوام برم تظاهرات، مادرش بهش میگه من باهات میام به شرطی که دستمون در دست هم باشه. به جایی که بگه شما برای چی میخوای بری تظاهرات، میگه آقا خانم بنزین کردن سه برابر. بگه تو که تو ماشین نداری، تو دوچرخه داری، موتورسیکلت داری، بعدم تو چه کار هستی، با چه گروهی میخوای بری، چه تدارکاتی، کی رهبرته، کی اگه اومدن زدن تو سرت تو رو میبره بیمارستان؟ اوکی مامان جون، چادرش انداخته رو سرش، دستمو کردم تو دستش، گفتم قول بده دستت از دست من در نمیاری. دروغ نمیگم ها، برید نگاه کنید، قول بده دست در نمیاری. بعد گاز اشکاور انداختن، خود همین مادر دستش از دست پسرش در آورد، یه ساعت بعد جنازه پسرش رو داشتن میبردن بیمارستان. آخه این کشته شدنا، این هی شهید شدنا، هی به به چه چه تو فیسبوک 50,000 تا لایک گرفتن ها چه فایده داره؟ بله حقوق خانم این نوشته بود بروس سیمی، حقوق خانم مسیح علی نژاد میره بالا، و الا برای اون بیچاره ها چه فایده داره؟ بنزین قیمتش شد یه سوم، بنزین بهتون زیاد دادن، خب برید بازم بکنید دیگه، ارزش داشته. اصلا اسم پایگاه بنزین چی میگفتن، پمپ بنزین ها رو، اسم اون یه پمپ بنزین رو بذارید این، اسم یک دیگرش رو بذارید اون، اینجوری بشه. اون فیلم هتل کارتون رو نگاه کنید، گفت اینجا چیزی تغییر نکرده، گفت چرا، اسم کوچه تغییر کرده الان شده شهید فلانی. من خیلی گرم شد اینجا هوا دیروز هم. بله دکتر شعله سعدی از نظر شخصیتی انسان مثبتی است، ولی متاسفانه مقداری دچار توهم است. اکبری دو تا ماچ رو این لپای خودت تو آینه بکن. باری کلا شما درست میگی آقا سربی آدم بسیار خوبیه، شما دستت شکسته میاری بدی من درست کنم؟ سربی آدم امینیه، آدم خوبیه، قلبت احتیاج به جراحی داره، میای بدی سربی جراحیش کنه؟ نمیدی. ولی یه دکتر مادقوهی هست به نام دکتر فلانی،
متخصص قلبه، تا پولم ازت نگیره راد نمیده تو بیمارستان خصوصیش. شما میری اونجا قلبتو عمل میکنی. چه تفاوتی داره بین قلب شما با مملکت؟ که این قلب رو میخوایم بدیم دست شور سعدی، میگیم آدم خوبیه، مثل خود من یکم مشنگه، همه چیز رو ساده میبینه. آقا به این سادگی نیست، باید پدر سوخته باشی تا حریف اونا بشی. آقای شعل سعدی به نظر میاد آدم ساده ایه. ما آدم ساده نمیخوایم که. درصد ممنونم، خیلی خوشحالم که این نظر شما درست مثل نظر منه، ولی من هنوز متوجه نشدم مطلب من سوالی و معترضی بود. ببینید اگه سوالیه باید علامت سوال جلوش باشه، با آیا شروع بشه. اگه معترضی بود مثل من، آقا کجای مملکت اینجوری باید باشه؟ خب شما چرا درست نمی‌نویسی آقای اردشیر شیخی؟ اشکالمون زیاده. بیان سراغ آقای مهدی نوروزی که ما دو هفته پیش هم کلی با ایشون تو برنامه صحبت کردم، یعنی از طریق برنامه من صحبت کردم، و من به نظرم میاد که ما ایرانیان نه که در دو تا رژیم گذشته و حال رسانه‌های دولتی داشتیم، ما بلد نیستیم چه کار کنیم با این رسانه‌هایی که حالا یا شخصی هن، و ما مملکت بدبختی هستیم. مدرسه ملی رو میگیم دولتی، مدرسه خصوصی رو میگیم ملی. خب معلومه که همه چیمون قاطیه، اصلا گوسپیچ هستیم آقا، 100% گوسپیچ، هیچ چیز درست نداریم. شما تو فیسبوک ببینید طرف میاد تو قسمت پیام خصوصی برای من یه چیزی مینویسه، خب دم اکبری گم، یه آهنگی میذاره، یه چیمال شیراز میذاره، نوشته خودش هم مینویسه، این قسمت پیام خصوصیه. ولی اگه میخواد یه چیز در باره برنامه بنویسه، این زیر مینویسه. خب بلد نیستیم دیگه. آقا اگه بگیم بلد نیستیم چه عیبی داره؟ میمیریم؟ خفه میشیم؟ چیای عمومی رو تو قسمت عمومی بنویسیم، چیای خصوصی رو؟ بنده داشتم میرفتم آلمان، ایشون لطف کرد گفت اگه اومدی شهری که من هستم بریم با هم یه چای بخوریم. خب اینی که دیگه نمیاد رو فیسبوک بنویسی که اگه یکی هم دشمن منه بیاد یه چیز بزنه تو سری بنده خدا، این باید تو قسمت خصوصی باشه. خب اگه یه ملتی خصوصی و عمومی رو نمیدونه کجاست، حد خصوصی کجاست، حد عمومی کجاست، این میشه که میری یه آبجو که میخوره وایمس کنار خیابون میشاشه، نمیفهمه. البته برید آلمان میبینید که بالای بانهوف از اون بالا طرف وای میساد، بلا نسبتش در میبرد، از آموندهش رو در میبرد، جیش میکرد. همیشه هم همه جا بود گنده، مثل پشت منجلابای ایران. اوه این منجلابا، اوه چه گندی میداد. آدم مدعی نیستم ولی نمیتوانم از حق‌گویی و درستگویی شما بی تفاوت باشم. آفرین آقای سوربی، خیلی ممنونم، حمایت کن اگه میتونی. ای کاش من یکمم بلد بودم از دوستان حمایت بگیرم. من تا تو دو برنامه گذشته گفتم آقا شهرام همایون اومد $6,000 نوشته بود، گفت اگه تا آخر این برنامه نمیدونم $6,000 ندین من میرم، چرا بشینم اینجا؟ و منم یه همچی کاری میکنم. بعد حقیقتش گفتم خب منم میشم به شهرام همایون. ما یکی از افتخارامون اینه که نمیخوایم اونجوری باشیم. من از روز اول گفتم ما نمیخوایم مثل کلاس اول مدرسه بذاریم، ما میخوایم مثل دانشجو، مثل دانشگاه میایم یه چیزی رو میگیم. اگه نگاه کنی روالمون هم اینه، من میام یه فیلمی رو که دیدم به شما پیشنهاد میکنم، شما میری میبینی، پتیک 50 دقیقش نگاه میکنه، اکبری ممکنه 1 دقیقش هم نگاه نکنه، او یکی 4 دقیقش هم نگاه نکنه، یه نفرم دو بار نگاه میکنه که ببینی چی شد. یه جوک نه، حقیقته. پتیک برای من نوشت آقا خیلی قاطی پاتی شد. گفتم آقا شما اینو گوش کن، من بعض روزا وقتی عینک میزنم، رانندگی زیاد میکنم، شب که میام خونه خسته هستم، حالا یک کانتاکت لنز هم باشه، کانتاکت لنزمون رو در میاریم میذاریم تو این مواد شستشو و بدون عینک تلویزیون نگاه میکنیم. خب تو چیزی که نمیتونیم بخونیم، همینجوری یه چیز تاری میبینیم. ماشاءالله این دخترای ایرانی، خانمای ایرانی هم که همشون خب روسری سرشونه، یعنی شما فقط انقدر داری که نگاه کنی بفهمی این بهاره رهنماست، اون یکی خانم تهرانیه، این یکی کریمین هم نه فلان بیساره. این هم ما قاطی که میبینیم همه اینا یه شکل میشن، مثل ما هست همه چینی ها، همه آسیایی ها، اورینتال میگن دیگه نگین، همه رو یه شکل میبینیم،
اونا هم ما رو یه شکل میبینن، همه سیاه‌پوستا رو ما یه شکل میبینیم. به پتی گفتم حالا تو این خوبه، تو میگی من قاطباتی بود فیلم، من نگاه میکنم نمیفهمم این خانمه الان اینجا بود، این حالا زن اینه، دوست اونه، خواهر اونه. بعض وقتا مجبورم از همسرم سوال کنم چون ایشون بهتر از من میبینه و توضیح میده. علامت سوال بود، خب کار ما رو اذیت میکنه. کجا بود علامت سوال؟ ببینم گیر میدی یا وا بده، کجاش علامت سواله؟ کدومشو میگی؟ از اولیش که نشتی سلام سوربی فلان، بعد میای پایین دوست خوبم از روی رفاقت همدلی بود و نه عنوان دادن، اینم که علامت سوال نداره. بعد نوشته که منظور آقا، آها راست میگه، و به همین دلیل بایدن رای نیاورد و ترامپ هر طور شده باید رای بیا. آقا بایدن رای آورده، بایدن رای آورده، ولی شما این سوالی رو اینجوری میکنید با یک علامت سوال، شما نمیتونی جمله رو سوالی کنی، چون این اتفاقا میشه جمله‌ای که یعنی یکمی به طعنه میگن. علامت سوال توی آمریکا فعل رو عوض میکنی با اون شروع میکنی، توی این ایرانی با کلمه آیا شروع میکنی و با علامت سوال. خلاصه این فیسبوک و اینها پدر خوندن و نوشتنمون هم در آوردن. فیسبوک تو مشکل افتاده و شکایت ها ازش شده که آقا تو که نمیشه، اینستاگرام میاد تا مشتری جمع میشه میبینی شد دو قسمت، مردم به هم دیگه میگن آقا فیسبوک ول کن، فیسبوک ای اکبری رو جریمه میکنی، سلیمانی رو جریمه میکنی، زمانیان رو زندان میکنی، سوربی رو زندان میکنی، بیا بریم اینستاگرام. تو حرومزاده میری اینستاگرام هم میخری، تا میگن آقا اینه ولش کن بیا بریم واتساپ، تو میری واتساپ هم میخری. خب این که نشد که، مثل که یه کفاشی بیاد تمام کفاشی های خیابون موشی فاطمی یا هرچی بخره، بعد یه کفش 300 تومنی رو بده 1000 تومن، شما مجبوری بخری. اینجا بهش میگن آنتی تراست، آنتی تراست یا هرچیه، الان افتادن به جونش. بله خیلی ممنون، متشکرم از شما دوستان. بریم سراغ آقای نوروزی و من یه توضیح رو بدم دنباله همون که ما چون رادیو تلویزیونای دولتی داشتیم بلد نیستیم، یه مدتی طول میکشه. بهتون گفتم اول به اشتباه اومدیم، آقا ما میخوایم آزادی بدیم، هر کی میخواد زنگ بزنه، طرف زنگ میزنه فوش زن بچه ای طرفو میده، آخه درست نیست که. بعد یاد گرفتیم که نه آقا چه آزادی، من این برنامه مال منه، میام نظراتمو بگم، تو میخوای نظرتو بگی پول خرج کن، نظرتو بگو یه جای دیگه، میخوای اینجا نظر بدی همینجا بیا با قیافت ما ببینیم، عکستو ببینیم، نظر بده که یه نفر اگه تو رو تو مهمونی دید بیاد بهت بگه مردی که پدر سوخته این چه گویی بود خوردی، میدونی پای اونم وایسو. حالا بذار من ببینم آقای نوروزی رو من اینجا ایمیلشون رو گذاشتم یا نه. بعد از این که ایشون برای من نوشت بله من اشتباه کردم، نباید اون نامه طولانی رو می‌نوشتم، یه نامه دیگه ایشون نوشت در رابطه با برنامه آقای لادن. من به ایشون گفتم نامه شما خیلی طولانیه، اگه برای آقای لادنه به خودشون مستقیم بفرستین، اگه برای منه من وقت خوندن نامه‌های طولانی رو ندارم. آقا شما میتونی 200 صفحه کتاب برای من بفرستی، بگی یه آقای بود سلطانی، الان هم یه دوستی به نام SOLT برای من میفرسته، فکر کنم همون آقای سلطانیه، یه نوشته ای رو شما میفرستی میگی آقا اینو برای من بخون نظرتو بگو. من میگم آقا 4 ساعت طول میکشه، 4 تا 50 دلار حداقل باید بده 200 دلار. هی به مردم نگیم آقا این نظر منه، شما چی فکر میکنی؟ من اصلا نمیخوام نظر شما رو بدونم. ایشون بعد که گفته بود من اشتباه کردم و بعد که اون نامه رو نوشته، حالا این نامه رو نوشته، درود آقای سوربی، رونوشت آقای حسین لادن، با سپاس از دریافت دیدگاهتان، به کوتاهی بگویم که تنها کاری که از من برای تلویزیون مردم ساخته گردید نوشته های آقا، مگه ما از شما خواستیم کاری انجام بدیم؟ تنها کاری که یه بیننده خوب میتونه برای تلویزیون ما مردم انجام بده اینه که پول حمایت کنه، حمایت کنه که من بیام همین حرفی که میزنم، همین برنامه که شما میگی خوبه راست میگی بیشتر بگم. اینی که شما برمیداری نامه مینویسی برنامه آقای لادن رو میبری زیر ذره بین یا آقای ارشاد رو میبری روی میز تشریح، این چه کمکی به تلویزیون مردم میکنه جز این که مثل الان وقت منو داری تلف میکنی؟ ولی جای امیدواریه.
حالا توضیحاتی که داده، خودکشی فضل الله خان، این اون اون، بعد یه جایی نوشتن که من میتونم در یه فایل صوتی بگنجانم تا بینندگان از حقیقت اون رویدادها آگاهی یابن، به یه شرط، پول برنامه رو بدی که ما وقتی پخش میکنیم یا حمایت کنیم ما بدونیم این آقای نوروزی مفتخور نیست اینجا زنگ بزنه صحبت کنه بره شهرام همایون صحبت کنه بره فروزنده صحبت کنه. اینجوری نباید باشه و اینجوری بود قبلا، هر کسی دور میزد به این برنامه زنگ میزد آقا شما راجع به چی صحبت میکنیم، من میخوام نظرم بدم. آقا راجع به مادرت داریم صحبت میکنیم، این حرفا چیه؟ خب بشین سبک و ببین داره راجع به چی صحبت میکنه، بعدن اگر گفتن دوستان نظر شما چی هست نظر بده. تنها کاری که از من برای تلویزیون مردم ساخته گردید نوشته هایی بود که پیشتر فرستاده شد و روی بی تجربگی هم چون دراز بود پخش کردنی نبود. کوتاه هم اگه بود ممکن بود میخوندم یه چیزی در موردش میگفتم، ولی قراری من با شما قرار پخش کردن نذاشتم. آقا دو هفته است ما با آقای نیساری قرار گذاشتیم، ایشون هفته پیش مسافر بوده، دیروز زنگ زدم باهاش هست تکست فرستادم، هستی برگشتی به سلامتی؟ بله. ایشون هم نوشت بله سفر چیز خوبیه، آدم رو پخته میکنه. ما هم برای شعر سعدی رو فرستادیم، درست میگم بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. نوشتم فردا چون موضوعات زیادی تو ایران این برابر اتفاق افتاده میتونی با ما باشی؟ گفتن بله. بابا به همه احترام بذاریم، قرار بذاریم، خودمون رو چی میگفتن؟ سر خود دعوت کردن؟ نه، اینا که میان مهمون سر خود، نه یه چیز دیگه میگن، سرزده یا سرنزده. در اصل از دید و نتیجه گیری آقای سعیدی مطرح کردم، اذیتمون نکن آقای شیخی. شما نظر خودت رو بگو درباره آقای سعیدی، درباره این چیزایی که ایشون گفت و اون چیزایی که من بعدش صحبت کردم. دیگه کلکم نزن سوالیش کردم اعتراضیش کردم. شما بگو آقای بایدن با همین سیستم آمریکایی که این مردکه 4 سال مسئول بوده، مسئول اجراییه، شما میدونی سه قوه مقننه، قضاییه و اجراییه، اجراییه کیه؟ همین احمق 4 سال بوده، کسی که سال 2016 گفت اگه من برنده نشم این انتخابات قلابی بوده. حالا احمق برنده شدی چی کار کردی که دیگه کسی نتونه انتخابات قلابی برقرار کنه؟ پس دروغ میگی الان. و اگر این انتخابات قلابی بوده، دروغ بوده، تقلب بوده، چجوری تو به 73 میلیون رأی که آوردی استناد میکنی ولی به 81 میلیون رأی که اون آورده میگی اونا با پست اومده، باد اومده، نامه آورده؟ اینجوری شما نظرتو بگو. ایشون میگه ترامپ چون پولداره احتیاط، آقا ترامپ بدهکاره، ترامپ پاش از وایت هاوس بذاره بیرون 410 میلیون دلار سرموعد بدهیاشه، عقب افتاده هاش و گندش بالا میاد یکی یکی. الان بزن نیویورک و این ورور دنبالش باشن ببین چه خواهد شد. به این سادگی دست از سر این ور نمیدارن. این آمد به اصطلاح یه زخم کهنه رو باز کرد، بعد هی بهش گفتن آقا این زخم رو باز کردی برو دنبال کارت بذار ما پانسمانش کنیم، هی وایساد نمک ریخ روش. حالا ساعت 3 بعد از ظهر آقای نیساری، ببین آقای نوروزی اینجوری قرار میذاریم میریم خدمت آقای نیساری، ایشون رو تشریف میارن و منده استراحت میکنم، ایشون صحبت میکنن، خیلی هم قیافه بود، همه چیز خوب و عالی، هندسام من هندسام تو ایرانی راستی میگفتیم به آقایون که خوشتی پسن. بذارید من صدای شما رو هم داشته باشم. آقای نیساری همشهری عزیز سلام، زنده و پیروز، روز شما خوش. ممنونم، اجازه بدید من تصویر شما رو بدم به سیستم کامپیوتر و بشینم عقب و گوش بدم، بگید ببینیم آقا دنیا دست کیه، چه میگذره. ما قبل از اینکه شما بیای گفتیم که ایشون در سفر بوده و بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. دیروز وقتی اونو برای شما نوشتم هم موقع یاد خیام افتادم که گفت خام بودم پخته شدم سوختم. امیدواریم یه وقت شما از سفرهای زیاد سوخته نشی. آقای نیساری بگو ببین آقا ایران چه خبره، اگر ایران میرن هر کسی بیاد بزنه و بکشه و بره که خب سنگ رو سنگ وای نمیسه،
و یه مقداری ما رو آشنا کنید با شرایطی که الان هست. بله تصویرتون هم هست. دوستان با آقای فرزاد نیساری هستیم. من عکس صفحه فیسبوک ایشون رو هم براتون میفرستم، یعنی نشون میدم در حین برنامه که بتونید مستقیما با خود ایشون تماس بگیرید. آقای نیساری بفرمایید، با شما هست. با درود بر شما و میهمانان گرامی، با درود بر هم میهنانی که این برنامه رو تماشا میکنند. فرزاد نیساری هستم از ایل قشقایی. درود میفرستم بر استادانی که به من درس زندگی آموختند. درود میفرستم بر فرزندان گرسنه و بی سر و پناه ایران که دست و روی آنها را از راه دور میبوسم. خب ببینید دوستان هم میهنان، دنیای بسیار جالبی هست. مدت ها پیش مقاله نوشتم در رابطه با آقای خامنه ای که تنی چند از زرتشتیان ایران رو به اصطلاح دستگیر کرده بود و میخواست از اینها باج بگیره و ضمن یک خانواده زرتشتی رو محکوم کرده بود به این مسئله که یکی از فرزندان اونها اگر مسلمان بشه تمام مال و منال و ارث و دارایی خانواده به اون میرسه. در حقیقت اینها دکان دزدی اینها بود. یک مسئله دیگری رو که من اعلام کرده بودم این بود که در حقیقت این رژیم ادامه دهنده رژیم گذشته هست و هر کرا که شاه نتونست بکشد به خاطر اینکه دستاش رو شده بود در مقابل همه مردم ایران تا اندازه‌ای، در حقیقت این رژیم اومد و ادامه داد و مطمئن شد که استیلای اجنبی بر ایران حاکم میماند. حالا بگذاریم که بعضی ها فکر میکنن که این رژیم از روز اول به اصطلاح سر خود بوده و انقلابی بوده و درست بوده و غیره. خیر، این رژیم ادامه دهنده همون رژیم گذشته است و امروز میخوام بپردازم به تشابهاتی که بین رژیم گذشته و رژیم کنونی هست و بعد برسم به این مسئله به اصطلاح قتلی و تروری که در تهران همین چند روز پیش اتفاق افتاد. ببینید، من در 1355 یکی دو سال پیش از انقلاب تا 56 یک سال قبل از انقلاب در نیروگاه اتمی بوشهر در قسمتی که سفارشات کالا میدادیم به تمام کشورهای دنیا برای به اصطلاح وسایل و احتیاجات گوناگون ساخت این نیروگاه کار میکرد و در اونجا با مسائل بسیار جالبی برخورد میکردم. اجناس ایرانی که وارد میشد توی این نیروگاه یک سره میرفت به اصطلاح اونجایی که آشغالدونی بود، اینها رو له میکردن و دور میریختن، بعد همون جنس رو از اسپانیا و چکسلواکی و کشورهای دیگه وارد میکردن. وقتی که من سوال میکردم که این جریان از چه قرار هست، میگفتن مطابق قراردادی که ما بستیم با دولت ایران ما موظف هستیم که یک مقدار جنس رو حتی اگر نیاز هم نباشه از شرکت‌های داخلی بخریم. وقتی که نگاه میکردی به این شرکت‌های داخلی، در حقیقت دوم اینها وابسته میشد به خانواده پالانی ها. یعنی کسی نبود که آزادانه در ایران بتونه بیاد و قیمت بزنه و روی اون قیمت به این برای ساخت این نیروگاه بتونه سفارش بگیره و جنس رو تحویل این آلمانی ها بده. آلمانی ها هم از این طرف جنس رو میگرفتن، پول رو میدادن، جنس رو میفرستادن به اصطلاح آشغالدونی، از اون طرف اجناس خارجی رو وارد میکردن. حالا این مسئله نیست. به خاطر اینکه من توی این قسمت بودم و جنس رو اینها رو سفارش میدادم، ما یک به اصطلاح بودجه ای در جلوی ما بود که ببینیم نسبت به بودجه اولیه حرکت به چه ترتیب هست. این نیروگاه که 60 مگاوات تولید برق میکنه قرار بود 1.2 میلیارد مارک اون روز که میشد یک چیزی نزدیک مثلا 400 هزار پوند اون روز به دلار تبدیل کنیم میشد یک چیزی تقریبا نزدیک 1 میلیارد دلار اون روز قرار بود هزینه برداره برای ساخت کامل. 50% در بعضی مواقع پیش رفته بود و 80% در موارد جزئی که بسیار بیارزش بود. در حقیقت اون 50% که اینها پیش رفته بودن میشد بگیم که حساب کتاب روی اون بود. نزدیک 4.5 میلیارد مارک، یعنی 3.5 برابر اون پولی که روز اول تخمین زده شده بود، خرج شده بود تا رسیده بود به 50%. من تازه حدوداً یک دو ماهی بود که تو اون شرکت کار میکردم. ما با تفاوت این قیمت ها رو وقتی میدیدم خب سوال میکردم که چرا. یکی از مهندسان آلمانی یک روزی که ما به اصطلاح داشتیم مشغول با هم دیگه میرفته بودیم بیرون مشروبی نوشابه چیزی بخوریم به قول معروف جای شما خالی، به من گفت که یک چیز رو ایشون متوجه نمیشه. چرا یک جنراتوری که 6 میلیون مارک بیشتر قیمتش نیست با
باید قیمتش به صورت سعودی انقدر بره بالا تا به 200 میلیون مارک برسه. من برای بار اول که این رو به من میگفت به خودم گفتم خب شاید این جنراتوری که اول انتخاب کردم خوب نبوده، رفتن دنبال یکی بهتری تا به اونجا رسیده. وقتی که پرسجو کردم گفتن خیر، این جنراتور قیمت 6 میلیون بوده، هر هفته به اصطلاح نامنگاری میشه و تماس میگیرن که آقا اینقدر کمیسیون باید بگذارید برای فلانی، اینقدر کمیسیون باید بگذارید برای بلانی. و آخرین باری که به اینها تماس گرفته بودن صحبت بر سر این بود که 90 میلیون مارک بگذارن به حساب آقای سید رضا حاج پسر پالانی و به عنوان کمیسیون. من که باورم نمیشد، ولی وقتی که نگاه کردم که به اصطلاح اون صورت حساب اینهایی که در جلوی ما بود و بر اساس اونها ما به اصطلاح اوردر سفارش میدادیم، اصلا قابل انکار نبود. حالا بحث این هست که سلطنت طلبه ها میگن آقا جون ما بایست این رژیم رو کنار بگذاریم و یک کسی رو که با دنیای امروز به ویژه با سردمداران کشورهای به اصطلاح پیشرفته در ارتباط هست، ایشون بیاد سر کار رو به دست بگیره و تمام این قراردادهای بسیار مهم رو ما توسط ایشون، و ایشون کسی نیست جز آقای حاج پسر رضا پالانی. خب در حقیقت در دیزی رو میخوان هنوز باز نگه دارن، حیای گربه هم که نیست، و میخوان به این دزدی ادامه بدن و تمام مسئله هم بر سر این است که مال و منار ایران رو چجوری بدزدن. حالا در کنار این ما کشورهای غربی رو داریم که حساب کتاب همه چیز خودشون رو مو رو از ماست کشیدن، قانون‌های بسیار سنگین گذاشتن که آقا اگر کسی دست توی این حساب برد، اگر دست توی اون حساب برد، اگر مثلا باج و خراج و چیزی به این اون داد، اینها رو بایستی بگیریم محاکمه کنیم. حالا من بحثم این نیست که این چیزا هست یا نیست، در همه جای دنیا هست، ولی در حقیقت تا اونجایی که تونستن قانونی این راه ها رو بستن. ولی همون کشورهای خارجی علارغم اینکه میدونن پالانی ها و یا مارزاده های اونها همین رژیم هم همون سیستم رو ادامه میدن، در حقیقت با همون ترفند کنار میان و هر چی کمیسیون که اینا میخوان میکشن روی به اصطلاح حساب اصلی، برای اونها فرق نمیکنه، چون مردم ایران در حقیقت سند بدهکاری تمام اینها رو به پای مردم ایران و فرزندان کنون و آینده ایران میگذارن. بنابراین بحث من این است، هیچ تفاوتی بین رژیم گذشته و رژیم فعلی نیست، دعوا بر سر لحاف ملا نصرالدین هست و اون کمیسیون و کمیسیون بازی ها ربطی به اینی که شما به عنوان یک ایرانی در چه درجه از تبحر به اصطلاح علمی برخوردار هستید، از چه لحاظ شما دانشمند هستید، نمیدونم پژوهش های شما در چه رشته ای بوده و یا رشته شما اصلا به این مسائل برخورد میکنه یا نه، یا اصلا مربوط میشه یا نه، هیچ ربطی نداره. شما رو به عنوان یک خریدار، یک به اصطلاح تاجر میارن میگذارن سر کار و شما میشی مسئول خرید. وظیفه شما این است که در وهله اول یک لیست باز میکنی به نام این به اصطلاح زالوهایی که بایستی خون ملت ایران رو بمکن. این در زمان سیستم پالانی همین بوده، در زمان سیستم کنونی هم همین بوده و مادامی که ما اینها رو تغییر ندیم همین خواهد بود. حالا مسئله ای که اتفاق افتاده این است، آقایی به نام به اصطلاح آقای اتم ایران رو ترور کرد. ببینید دوستان، این آقا رو خودشون ترور کردن، درست همون جوری که اون یارویی که فرار کرده بود، ملایی که فرار کرده بود رفته بود یکی از کشورهای اروپای شرقی، میگفتن از پله افتاده و فلان اینها و در بدنش الکل پیدا کردیم و غیره، اونها رو هم خود اینها از بین بردن. دعوا بر سر لحاف ملا نصرالدین هست، ایشون هیچ دانشی در سر نداشته، چون رژیم ایران از روز اول هرچه دانشمند، هر چه مغزی، هر کسی که میدونست فکر بکنه مجبور کرده که از ایران خواه ناخواه فرار کنه یا بره در خارج به اصطلاح سکنا بگزیند و رها کرده به یک مش آدم های بسیار کم سواد به لحاظ علمای امروز. ایشون هم یکی از همون قماشا هست، یکی از همون پاسدارهایی که اگه دستش میرسید تفنگ میکشید و توی سهر کسی نا کسی میزد. بنابراین ایشون رفته با کشورهای دیگر در رابطه با مسئله بسیار مهمی که به اصطلاح اینها از توش پول در میارن. ببینید این مسئله بسیار مهمی است، این رو براتون توضیح بدم بیشتر. نیروگاه اتمی بوشهر اون زمانی که داشت ساخته میشد قرار بود که یک مقدار مگاواتی تولید بکنه، یک چیزی نزدیک به 900 مگاوات. حالا این نیروگاه در حال حاضر 60 مگاوات بیشتر تولید نمیکنه.
منی که یک مهندس جزء به اصطلاح در این رشته کارها هستم، در حال حاضر در به اصطلاح این چند دهه گذشته نزدیک به 6500 فقط مگاوات نیروگاه یا ساختم یا طرح دادم یا در به اصطلاح ساختن سازه‌های اونها همکاری کردم. یعنی کاری نیست که 30 سال 40 سال طول بکشه. حالا بس بر سر این هست که پس اگر یک همچین چیزی هست، چرا 40 سال طول کشیده و این 60 مگاوات انجام نشده؟ نیروگاه 60 مگاواتی قیمتش به ریال امروز، به اصطلاح به خرج امروز، یک چیزی بین 65 تا 100 میلیون پونده. به دلار تبدیل بکنیم، یک چیزی بین مثلا 80 تا 120 130 میلیون دلار هست. این از میلیاردها گذشته. اون زمانی که شاه سر کار بود و رژیم پالانی سر کار بود، 4.5 میلیارد خرج این کرده بودن، مارک البته که میشد 1.2 میلیارد، 50% پیش رفته بودن. حساب بکنید. بنابراین یک جای کار اینجا عیب داره و اون جایی که کار که عیب داره بسیار روشن است برای من. اینها این رو کردن دکان، یعنی بر سر مسئله آقا اتم این کارو میکنیم فلان میکنیم، امروز ایشون خریدار رو میفرستن، فردا فلان خریدار رو میفرستن، میرن پیش روسیه. برای اینها مهم نیست که دولت روسیه یا دولت‌های آلمان یا دولت آلمان یا دولت فرانسه و غیره چه مقدار پول بابت این چیزها میخوان. اینا کمیسیون بغلش هست که براشون مهم هست. یعنی آقای روسیه اگر اومدی به من قیمت دادی برای یک کاری 100 میلیون، چند درصد کمیسیون میذاری بغلش؟ روسیه میگه آقا 100 میلیون قیمتش هست، خب 2% هم میگن خیر، بایستی 30% کمیسیون بذاریم. یعنی به نام این چیزها در حقیقت اون دزدیهاشون رو انجام میدن. خودشون که نمیتونن بیان اعلام کنن که آقا ما میخوایم همچین راکتوری بسازیم، اصلا از پس همچین کاری بر نمیان. بنابراین مادامی که اینها بر سر کار هستند، غیر ممکن هست که این نیروگاه چه جنگ بشه چه نشه، چه صلح بشه چه نشه، غیر ممکن است این دکانها رو اینها ببندن. دعوا بر سر لعاب مولا نصرالدین هست. حالا این آقای فخریزاد با کشورهای دیگر صحبت کرده، پولها رو از اونها به اصطلاح کمیسیونها رو دریافت کرده و حاضر به تقسیم این کمیسیونها نبوده. چون حاضر به تقسیم این کمیسیونها نبوده، ایشون رو در داخل ایران ترور کردن. حالا بس این هست که آقا ایشون رو کی ترور کرده؟ یکی میگه ناپیدا هست که ایشون رو کی ترور کرده، یکی میگه از نمیدونم ساتلایت استفاده کردن، یک تیر از نمیدونم شمال فرست از بالا فرستادن اومده پایین، به زمین که رسیده جهت عوض کرده و رفته زده به آقا. یکی میگه خیر نمیدونم مسلسل خودکار اون طرف خیابون کار گذاشته بودن. شما یک دختری رو، یک زنی رو که در خیابون راه میره و به اصطلاح روستری سرش نیست، ببین چه بلایی سرش میارن. بعد مسلسل رو کنار خیابون گذاشتن و هیچ کس این مسلسل رو ندیده و این مسلسل هم شلیک میکنه درست به نقطه مشخص، یعنی دوربین روش هست، همه چیز روش هست. تمام این مسائل رو وقتی شما نگاه میکنید، همه صحبت از این هست آقا اگر دزدی میکنی باید سهم آقا رو بدی. حالا اینها در روز روشن دزدی میکنن و ما مردم ایران قبول کردیم در روز روشن با چشم باز 20% منافع ملی رو به اینها بدیم. چون اینها بر اساس اینکه ادعا میکنن سید هستن و سید هم همون جور که بارها گفتم یعنی دزد، چون سید هستن بر اساس احکام پیغمبرشون بایستی خمس یعنی 1/5 که میشه 20% رو متعلق به اینها و آل اینها هست. بنابراین تمام عمام سیاها که اینها هم خودشون عمامشون سیاه مانند قلبشون هست، بایستی اون 20% رو از مردم ایران بگیرن و در مقابل اون 20% هم پاسخگو نیستن. بعد اومدن اعلام کردن که 10% کلیه درآمد مردم ایران که به اصطلاح میشه حالا هر چیزش که اسمش بگذاریم سالانه بایستی به فقرا برسه، اون رو هم بایستی بیاید بدید به مستضعفین. بعد همین آقای خامنه‌ای اومده اعلام کرده که مستضعفین یعنی همین عمام سیاها و آل بس محمد. بنابراین اگر ما مردم، هم میهنان گرامی، اگر ما خود مردم با دست خودمون حاضر شدیم که 30% یک مملکت رو در بیایم به 100,000 نفر آخوند بدیم، بایستی بسوزیم از این غلطکاری هایی که داریم میکنیم. اگر جلو اینها نیستیم، اگر زندگی رو برای اینها تنگ نکنیم، اینها میگن آقا جون شما وقتی خودتون با دست خودتون همچین غنیمت رو به ما میدید که ایران رو هم غنیمت حساب میکنن
اینا میگن ما ایران رو غنیمت گرفتیم و غنیمت هم متعلق به مسلمین هست و مسئله شون از مسلمین هم مسئله خود آل محمد هست و ربطی به مسلمانان ایران نداره. این مسئله بسیار مهم است. بنابراین در وقتی که نگاه به این تصاویر میکنید گرامیان، بس این هست که اینها در درون خودشون درگیری بر سر پول دارند، هیچ ارتباطی و هیچ ربطی به اسرائیل نداره، یا اگر داره به دلایل دیگری داره که الان توضیح میدم. ببینید وقتی که آتش درگیری ها خاموش میشه، وقتی که امکان داره مقداری آسایش ایجاد بشه، وقتی که امکان داره مردم ببینن خبری نیست، میتونن بیان توی خیابون ها و کاری انجام بدن، تقی به توقی میخوره. یک دفعه ترامپ اعلام میکنه که وایسی بریم بمب بندازیم، نمیدونم بایدن میاد میگه آقا جون باید بریم فلان کارو بکنیم. یک کاری اینها اون اجنبی ها بایستی بکنند که نشون بدن که آقا جون این رژیمی که در داخل ایران هست با اونها در تضاد هست، هیچ تضادی بین این دوتا نیست. حالا من از شما میپرسم به عنوان یک انسانی که هم میهن من هستی، آیا امکان داره که اینها دست نشانده دولت خارجی باشن و دولت خارجی بیاد اعلام کنه که اینها دست نشانده هستند؟ اگر همچین اعلامی بکنه یک روز اینها سرپا نمیمونند. بنابراین این شعبده بازی، این جی جی بی جی به قول ما شیرازی ها، بایستی ادامه پیدا بکنه و مردم هم فکر کنن که اینها ضد به اصطلاح اجنبی یا ضد به اصطلاح نمیدونم این و ضد اون هستن. تمام اون کسانی که اینها اعلام میکنن ضدیت با اونها دارن، در حقیقت دست در دست هم به حامی یکدیگر هستند و منافع مردم ایران رو به دزدی میبرند. این در رابطه با کمیسیون ها و درگیری و دزدی هایی که اینها دارن انجام میدن. حالا کشتار که دیگه جای خودش رو داره، یعنی در حقیقت آقای شاه آبروش رفت، مجبور بودن کنارش بگذارن، خمینی رو خوابونده بودن آوردن انداختن به جان ما که الان دیگه برای همه روشن شده. حالا مسئله این هست که در حال حاضر چه نیروی رو بیارن سر کار بگذارن. هیچ نیروی در حال حاضر اینها پیدا نکردن، علارغم بالانس هایی که زدن، علارغم آوردن 14 به اصطلاح معصوم آل عبا، علارغم آوردن به اصطلاح قهرمان جلوه دادن زندانی ها. و من همیشه گفتم فراموش نکنیم هاشمی رفسنجانی به اضافه همین خامنه ای، به اضافه کسانی که اومدن به انقلاب مردم رو دزدیدن، همه کسانی بودن که قهرمان بازی ها رو در خود زندان نگه داشته بودن و گفته بودن که اینها قهرمان شما هستن چون ما زندانی کردیم. در حقیقت توی هتل زندگی میکردن، ولی هر کسی که سرش به تنش میارزید رو سریع اعدام میکردن یا زیر شکنجه نابودش میکردن. ولی اینها راحت رفتن تو، راحت هم اومدن بیرون، انقلاب رو هم دزدیدن. الان هم همونطور هست. بنابراین اگر امروز من رو بگیرن و یا برادر من رو بگیرن و برن در زندان، نبایستی قهرمان سازی بشه. اینها تلاششون بر این هست که مطابق سیستم گذشته، آقای پالانی ها 100 سال، 100 اندی سال گذشته، 200 سال گذشته در ایران، یک نفر رو بیارن و بکنن رهبر. و این یک نفر بایستی کسی باشه که بتونه در یک دست چماق، در یک دست خنجر، یا بزنه توی سر مردم یا خنجر رو فرو کنه با پشت مردم. یک همچین کسی رو سر کار بیارن که بتونن یک با یک نفر صحبت کنن و به اصطلاح حتی اونجایی که میتونن به این دزدی ها ادامه بدن. فراموش نکنید که همین کشورهای خارجی، همین اتحادیه اروپا که بایستی شرم کنن از این کارهایی که داشت در عرض 40 سال گذشته کردن، در حقیقت 200 سال گذشته کردن، سرمایه هاشون رو آمدن و در کشوری که کارگر ایرانی حقوق نداره، معلم ایرانی حقوق درست نمیگیره، فرزند ایرانی گرسنه سر بر بالین میگذاره، پدر مادر در برابر فرزندهاشون خجل هستن، همون خارجی ها سرمایه هاشون رو آوردن و در ایران سرمایه گذاری کردن برای حقوق بازنشستگی فردای به اصطلاح هموطنانشون. بنابراین چگونه هست که این سرزمین میتونه حقوق اونها رو بده؟ این یک غاز تخم طلاگذار هست و این غاز تخم طلاگذار اگر به دست خود مردم بیفته، دیگه اون تخم طلا به دست اونها نخواهد افتاد. بنابراین در یکی از علل شکست ماها همین کشورها هست و همینی که هست که ما ایرانی ها فکر میکنیم که وقتی صحبت از دموکراسی و این چیزها میشه، در حقیقت اینها باورشون بر دموکراسی هست. بله، باورشون بر دموکراسی تا اونجایی هست که در برابر مردم خودشون آبروشون نره و مردم خودشون گلوی اینها رو پاره نکنن، چون مردم خود اینها 400 سال است که به اصطلاح به حقوقشون رسیدن. ولی مردم ایران مردم بسیار توسری خورده ای شدن، مردم به خاک نشسته ای شدن، مردم خاک به سری شدن، خودشون با دست خودشون خاک به سر خودشون میکنن
بنابراین این خارجی ها میگن چرا نریم و ندوستیم، و در حقیقت این از انسانیت به دور هست، ولی این چیزی است که اتفاق میفته. بنابراین بایستی روشن، مگر اینکه مردم ایران خودشون قدرت رو به دست بگیرن و از ایجاد تک رهبری آینده جلوگیری کنن. حالا در حقیقت اجنبی در این مونده که آقا جون شورای به اصطلاح مدیریت گزاز رو آوردم نشد، نمیدونم شوراهای قغروس و غیره و فلان رو آوردم تیرم به خطا خورده، نمیدونم ساز شورای ملی مقاومت آوردم تیرم به خطا خورده، فلان سازمان رو آوردم نشده، فلان بلان آقادم رو آوردم نشده. بنابراین این چه جریانی هست که هر کسی رو که میارم نمیشه؟ این جریانش بسیار ساده است. ملت ایران علارغم اون صحبتهایی که مردم میکنند که در حقیقت حرکت نمیکنه، بسیار آگاه شده، بسیار زرنگ هست. یک بار کسی از من پرسید چگونه میشه جوانهای ایران رو از جاشون تکون داد و به حرکت در آورد که قدرت رو به دست بگیرن؟ گفتم بهشون دروغ نگید، اینها به اندازه کافی دروغ شنیدن، کلاه سرشون نگذارید. اینها به اندازه کافی کلاه سرشون رفته، از هر ریسمان سیاسفیدی میترسن و حقیقت امر این هست که هیچ کس نبایستی برای هر کس ناکسی خون بده، مگر اینکه آینده فرد خودش با آینده فرزندانش تضمین شده باشه. اینها رو من توضیح میدم. ولی در حال حاضر اجنبی بی حرکت نمیمونه، چون این رژیم واقعا به پیسی افتاده، به جای افتاده که بایستی به اصطلاح جایگزین بشه. ولی چه کسی؟ نگاه که میکنید میبینید حاج پسر رضا پالانی رو میخوان باز از دوباره گنده کنن و اون از دوباره بیاد اسلام پناهی کنه، چون ایشون هم سید هست و مادرش هم سیده هست، یا مجاهدین رو میخوان بیارن و هر دوی اینها در خور این هستن، چون اون پالانی ثابت کرده که پدر بزرگش دزد و خائن بوده، پدرش دزد و خائن بوده و خودش هم دزد زاده و خائن زاده هست. بنابراین نیازی به اثبات موقعیت و موجودیتش در برابر اجنبی نداره. سازمان مجاهدین هم که موقعیتش بسیار روشن هست، هر کسی که از اجنبی پول بگیره و از اجنبی مال بگیره برای شکست این رژیم و قبول کرده باشه که همکاری کرده باشه با آنها، مطمئن باشید که در پی منافع مردم ما نخواهد بود. من مثال جالبی میزنم. به رهبران ایلغشقایی، به ایلخان ایلغشقایی گفتن که آقا ما نمیدونم هزاران خانه بهتون میدیم، هزاران زمین بهتون میدیم، نمیدونم میلیون ها دلار پول به شما میدیم، تا بخواید اسلحه به شما میدیم. خان ایلخان قشقایی در اومد گفت ما حاضر هستیم با پول توی جیب خودمون از شما بخریم، چون به هیچ چیز دیگری حاضر نیستیم به شما بدیم. شما اگر به ما کمک کردید، از ما خاک میخواید، ما جان میدیم، خاک نمیدیم. بنابراین حاضر به همچین کاری نشدن. ولی نگاه کنید سازمان مجاهدین رو، نگاه کنید همین پالانی ها رو، نه تنها پول و منافع مردم ایران رو دزدیدن، بلکه حاضر هستن با هر کس و ناکسی که در قتل مردم ایران شریک بوده همکاری کنن و بیان جلو و قدرت رو به دست بگیرن. بنابراین باید حواسمون بسیار باشه. حالا در عرض یکی به اصطلاح چند هفته گذشته، یک در حقیقت این مسئله از بودن دو سه سال پیش آغاز شده، ولی وقتی که دیدن آقا نه پالانی رو کسی میپذیره و نه مجاهد رو کسی حاضر است بپذیره، حالا یک چیزی ایجاد کردن به نام راه سوم. و این راه سوم بسیار جالب هست. ببینید تمام این راه هایی که میان، هر کدوم اونها که در حقیقت تلاششون گرفتن و نگاه داشتن استیلای اسلام بر مردم ایران هست، یک جاش بو میده. هر جاییش که صحبت از نمیدونم ما خدا باور هستیم، فلان باور هستیم، من کاری ندارم که باور من و باور دیگران چی هست، ولی تمام اینها بر این هست که بیان و در حقیقت از دوباره کلاه بزرگ دیگری بر سر ما بگذارن. بنابراین ما بایستی بسیار آگاهانه حرکت کنیم و بهتون قول میدم اگر به اونجا برسه که اینها بتونن بر سر جوانان مردم ایران از دوباره کلاه دیگری بگذارند، جنگ سنگینی هم ایجاد خواهند کرد، همون جور که قبلا صحبت کردم. ولی این آگاهی جوانها هست که اگر همچین اتفاقی بیفته، اول تفنگ رو در برابر این خائنین خواهند گرفت و سپس به حساب دشمن هم اجنبی هم خواهند رسید. زنده و پیروز، در خدمت هم. آقای نیساری، من که تا امروز نه تکذیب نه تایید از سازمان مجاهدین و اسرائیل درباره این ترور یا کشتن فخریزاده نشنیدم. شما چیزی شنیدید یا اگر نشنیدید میدونید فکر کنید که چرا اسرائیل نمیگه کار ما نبوده یا چرا نمیگه کار ما بوده؟ بله، ببینید در یکی از فکر میکنم نیویورک تایمز بود که چند نفر از سیاستمداران آمریکا اعلام کردن که بله این کار توسط اسرائیل انجام شده و خود اسرائیل همچین چیزی رو اعلام نکرده.
اونهای الان یادم نیست در حقیقت چند روز پیش بوده و کدام چیز بوده، میتونم پیدا کنم و بفرستم، ولی یک همچین چیزی بوده. ولی ببینید آی سوربی، بس در این هست که چه بگن اسرائیل بوده چه بگن اسرائیل نبوده، اینها میخوان، رژیم درون ایران میخواد بگه آقا جون هنوز دنیا باهاش در تضاد است. همچین چیزی نیست. همون جور که من قبلا گفتم، زرادخانه های آمریکا و زرادخانه های غرب و به اصطلاح توپخانه های روسیه، اینها سرمایه میخوان و این سرمایه ها رو بایستی از جایی کسب کنن و کسب این سرمایه ها بایستی از جیب کجا بیاد؟ از جیب مملکتی بیاد که 10% دارایی دنیا درش خابیده و این دارایی که در ایران خابیده فقط امروز اینها نبردن. غربی ها نزدیک 100 سال است که سرمایه گذاری های بسیار سنگین در داخل ایران کردن. من یه مثال برای شما میزنم. یادتون هست شما از شیراز که میخواستید برید تهران چه اتوبوسی رو استفاده میکردید؟ یا تی وی تی یا میهن تور یا ایران پیما. خدا بدتون بیا. آفرین، همون تی وی تی رو بگیرید. ترانسپورت بیتوین تاونز. تی بی تی، ترانسپورت بیتوین تاونز. سرمایه اینها رو اجنبی میگذاشت و از وارد ایران نداره که البته کسی بیاد سرمایه گذاری کنه. من امیدوارم در آینده ایران بتونیم سرمایه زیاد جذب کنیم، ولی نفعش بایستی این نیست که اونها بیان سرمایه بگذارن و از ملت خودشون دفاع کنن، بعد مردم ما رو گرسنه رها کنن و حقوق درست ندن. نه، مردم ایران هم بایستی همون حقوق رو بگیرن که شرکت‌های غربی به کارگرها و کارمنداشون میدن. هیچ بحثی در این نیست. بنابراین بحث در این است که اینها ریشه دراز مدت و طولانی دارند و تمام تلاش غربی هست که این آخوندها رو تا اونجایی که میتونن نگه دارن، برای اینکه رفتن این آخوندها یعنی ورشکستگی کامل و از دست دادن مال بسیاری در غرب. بنابراین حتی اتحادیه اروپا، ما بایست اینها رو، یقه اینها رو بچسبیم. صحبت من با هموطنان ایرانی هست که در کشورهای خارجی در احزاب به اصطلاح دموکراتیک جمع شدن، مبارزه میکنن، ولی یقه سردمدارانشون رو نمیگیرن که آقا این چه سیاستی هست که شما از قاتل پشتیبانی میکنید. یک مثال برای شما میزنم. در انگلستان رهبر حزب کارگر انگلیس که قرار هست به اصطلاح مدافع منافع کارگران چه در داخل انگلیس و مدعی هست که در دنیا ادعا میکنه که یک به اصطلاح اینترنشنالیست هست، بین الملل گرا هست، یک همچین کسی رفته وایساده بغل دست دیگه آش نمیدونم عاشورای به اصطلاح اینها در لندن، آش میپزه و آش رو به کسایی که اومدن اونجا تحویل میده. یک همچین چیزهایی رو بایستی توی دهن اینها زد، بایستی جلو اینها ایستاد. اگر میگه آقا جون من ایرانی هستم، اومدم مملکت دوم دارم، از این حق و حقوقی که به داده شده در مملکت دومت به نفع هموطنت که در ایران تنها افتاده استفاده کن، یعنی یک حرکتی کن. نیازی نیست تو بیای بر علیه من بجنگی، نیازی نیست بیای بگی آقای فرزاد نیساری نمیدونم میخواد فلان بشه بلان بشه، بذار جلوی سنگ بندازم و توش سرش سنگ بزنم و چماق بزنم. خیر، من هر چی هم که در آوردم از داخل ایران به ملت ایران تحویل میدم، بدون حقوقم حاضرم کار کنم. بنابراین نیازی نیست، هیچ چیزی هم نمیخوام بردارم. ولی تو که مدعی هستی میخوای این کارو بکنی، حداقل در خارج به جای اینکه توی سر من بزنی، جلوی اینها بیست، یک حرکتی کن، یک عملی انجام بده. بنابراین آی سوربی، مهم نیست که اسرائیل بگه من اومدم اینها رو زدم یا نزدم، مهم نیست که کی اومد اینها رو زده. اینها دست خودشون تا به اصطلاح آرنج تا اون بالاش در تمام این کارها وارد هست و خود اینها بر سر منافع. شما نگاه کنید، آخرین باری که ما نگاه کردیم در از چند روز گذشته، باورتون نمیشه شما، اینها هولدینگ دارن. هولدینگ یعنی از کانگلومرات بالاتره، یعنی شما یه شرکت میزنی، بعد شرکت رو میکنی نمیدونم پی ال سی که بشه مثلا شرکتی هست که ده ها شعبه داره یا مثلا ده ها شعبه گوناگون تولیدهای گوناگون داره، بعد بیاد بشه مثلا کانگلومرات که نمیدونم چند تا پی ال سی رو بیاره به خودش جذب بکنه. اینها هولدینگ دارن. همین کسی که میگه نمیدونم فلانی اتم ایران بودم، نمیدونم دانشمند اتم ایران بوده، یک دیپلم ایرانی هم نداره و پاسدار سرکوبگر بوده، تمام خودش و بچه‌هاش هولدینگ در داخل ایران دارن. چطور امکان داره همچین چیزی؟ مگر این هست که اینها در حقیقت تمام اینها پوششی است برای دزدی و این زد و خورد هم بین خودشون هست. همون جوری که به اصطلاح هاشمی رفسنجانی رو از بین بردن که سرمایه‌هاشو تا اونجایی که میتونن به اصطلاح محدود کنن، ایشون رو هم زدن و این رو برمی‌دارن میرن پیش دیگران میگن ببین ما فلان کسان رو زدیم، زنش هم آوردیم توی زندان شکنجه کردیم، به سرمون نمیشه که تو یک روز با ما بودی.
بنابراین اگه تقسیم نکنی سر خودت و فرزندانت هم همچین چیزی میاری. شما در عرض این چند هفته از زمانی که این اتفاق افتاده چند بار خانم ایشون رو یا بچه های ایشون رو دیدید بیان صحبت بکنن؟ فقط یکیشون که اونم وقتی من صحبت کرد معلوم شد که ایشون رو نزدیک یک خونه زدن تا اینکه وسط خیابون. یعنی هر جاشو که نگاه میکنی یک جای کارگندش در میاد. بحث من این هست که من این آب رو بریزم بر روی این تخته سفید که اینها اومدن با به اصطلاح یک ماژیک سیاهی رنگیش کردن که شما پشتشو نبینی، من آب میریزم روی این که این رو بشوره بره پایین و در حقیقت شما اون تصویر پشتی رو بایستی ببینید. فرقی نمیکنه که هر کدوم از اینا رو کی بکشه، اسرائیل بکشه به دستور همین ها و با همکاری همین هاست که آقای اسرائیل بیا یک کاری بکن که ما مجبور شیم توی این مملکت 10 نفر رو بیاریم بیرون و اینها بگن مرگ بر اسرائیل، از دوباره یک مومنتوم، یک به اصطلاح تلاش، یک جوششی در مردم ایجاد بشه و اینا بدونن فکر کنن که ما هنوز بر علیه بیگانه هستیم. اینها خود بیگانه هستن. بسیار ممنون آقای نیساری، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم، امیدوارم بتونیم باز بیشتر با شما باشیم و اگر مسافرت هم میری have a safe trip. شما تو صحبتاتون گفتی سیدا دوز هستن، یادم به سیدای گوباز طرفای مردش تا اینا افتاد. یه وقتی بشینیم دو کلمه شیرازی با هم گپ بزنیم. خیلی ممنون که با ما بودید. با امید دیدار. زنده و پیروز. خیلی سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. مرسی. دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری بودیم. صفحه فیسبوک ایشون رو من نشون میدم. متاسفانه فیسبوک الان دیگه وقتی صفحه رو میخواید نشون بدی چون روش رو عوض کرده اون آدرس و اینا نیست، ولی اسم ایشون رو بنویسید میاد، عکس خودش هست، خب چی میگن حقیقی و حقوقی، و میتونید باشون صحبت کنید از طریق فیسبوک یا در برنامه‌های آینده با ایشون باشید. بازم از شما ممنونم که با ما بودید، از ایشون هم ممنونم، از آقای سعیدی هم ممنونم، از آقای مسعود عزیز از کانادا تشکر میکنم، از آقای نوروزی ممنون و متشکرم و امیدوارم که در برنامه‌های آینده بتونیم با ایشون هم باشیم. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکر. برنامه رو پی میگیریم با برنامه ای از آقای حسن ارشاد از ایران. روز و روزگار بر شما خوش.